خیلی ممنون، خیلی ممنونم، مرسی مرسی مرسی، خیلی ممنون، خوش آمدین، خیلی ممنون از لطفتون، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از لطفتون و حضورتون. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یک کمی حرف بزنم، یک کمی درد دل کنم. این آخرین قسمت دوره همیست و واقعا تموم شد. این آخرین قسمت. ما از سال 94، از 27 اسفند ماه سال 94 دوره همی رو شروع کردیم. حالا اگر اشتباه نکنم و تا الان، یعنی این آخرین قسمت، 311 قسمت دوره همی ضبط شده. فکر میکنم 311 مهمان داشتیم، یا شاید هم بیشتر، چون بعضی شبا دو نفر مهمان داشتیم. و 5 سال این برنامه در واقع روی آنتن بوده، با تمام سختی‌هاش، با تمام لذت‌هاش، با تمام معایبش و با تمام محاسنش. خب طبیعت هر برنامه‌ای در هر جا اینه که حسن‌هایی داره و عیب‌هایی داره، که ما هم در واقع این مشکلات رو داشتیم. خیلی طول کشید تا برنامه به یه پختگی رسید. از اون ابتدا خب خیلی خام بود و کم کم پخته شد و شکلش هی مرتب تغییر کرد. اما میخوام اینو بگم که به هر حال به خاطر طبیعت هر برنامه‌ای که پخش میشه، قاعدتاً یک سری اون برنامه رو دوست دارن، یک سری این برنامه رو دوست ندارن، و طبیعی، حق هر کسی، هر کسی با سلیقه خودش برنامه رو میبینه، قضاوت میکنه، لذت میبره یا رنج میکشه ازش. ولی ما سعی کردیم در طول این سالها و در طول این 311 برنامه چیزی که شما دوست دارین رو انجامش بدیم، با فیدبک هایی که از شما میگرفتیم، چه در فضای مجازی، چه از طرق مختلف، و هی معایبمون رو کاهش بدیم و اگر حسن این برنامه داره اونها رو افزایش بدیم که دوست داشتنی تر بشه. خب در طول این سالها خیلی ها خیلی چیزها گفتن، خیلی میدونید مسئله نقد یه مسئله است، مسئله دشمنی یه مسئله است، اشکالی نداره. ما اگر اونهایی که از روی غرض هم، حتی از روی دشمنی هم حتی چیزی گفتن، میذاریم به حساب نقد و اونها رو هم دوستشون میداریم و داشتیم و هیچ وقت نه پاسخ دادیم نه عکس العملشون دادیم، آروم آروم کارمونو کردیم. اما خب این برنامه قطعا خیلی عیب ها داشته، خیلی ضعف ها داشته، ولی حسن هایی هم داشته. به نظرم در طول این سالها این برنامه کمک کرده به بهتر شدن حال مردم در شرایط سخت اقتصادی که وجود داشته در کشور ما و خیلی مسائل و مشکلاتی که دیگه هممون میدونیم، و در این یک سالی که حالا دست به گریبان بودیم با کرونا و حال مردم بدتر شد، سعی کردیم باز در این دوران هم باشیم و بتونیم با هم حرف بزنیم، بتونیم به هم روحیه بدیم. اما در یک سری شرایطی این برنامه تونسته، یعنی گفتگوهایی پخش شده، نه از سمت من، از سمت مهمانان مهم و فرهیخته‌ای که در این برنامه حضور داشتن، حرفهایی زده بشه و یک فرهنگسازی بکنه برای جوانها و غیره. خب خیلی تهمت‌ها هم با ما زده شد، اینکه خب با این برنامه پول پارو میکنن، خب این برنامه رو مثلا از خیلی آدم ها پول میگیرن میارنشون، که این اصلا شوخیش هم قشنگ نبود واقعا، و و و خیلی حرفای دیگه که همتون میدونین. اما
ته تهش مجموعه این هاست که یک برنامه رو باعث میشه که راجبش آدم ها بحث و گفتگو کنن و این نشون میده که برنامه دیده شده. ما سعیمون این بوده که حال شما رو بهتر کنیم، به واسطه ی حضور شما حال خودمون بهتر بشه، بتونیم خیلی از مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمون رو مطرح کنیم، با آدم های مختلفی گفتگو کنیم، از زندگی اونها در واقع بدونیم که چه مسیری رو طی کردن تا به این نقطه رسیدن. شاید این برای جوانها، در مورد خیلی از مهمونا این اتفاق افتاده، برای خیلی از جوانها این آموزنده بوده و یک چیزهایی رو شنیدن و تجربه کردن و یک فرهنگسازی در واقع این برنامه کرده که ما همیشه سعی کردیم احترام رو تشویق کنیم، مهربانی رو تشویق کنیم، اینکه خودمون حال خودمون رو بهتر نگه داریم رو تشویق کنیم، اینکه به هم دیگه کمک کنیم در شرایط سخت رو تشویق کنیم. از معلمین گفتیم، از مردم بی بضاعت گفتیم، از پرستاران و پزشکان گفتیم، از آتش نشانان گفتیم، از همه کسانی که در این کشور زحمت میکشن و فعالیت میکنن. و به عنوان برنامه ساز هم من، خیلی ها میان توی گفتگوهاشون میگن که خب خیلی سخت بود، خیلی سختی کشید، هیچ منتی بر سر مردم نیست، ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، این شغل ماست، علاوه بر این که فکر می‌کنیم در کنارش هنرمند هم هستیم، اما این نهایتاً شغل ماست و حضور مردم بوده که همیشه ما رو نگه داشته و زنده نگه داشته و اصلا باعث این که ما هستیم مردمن. در نتیجه خواهش می‌کنم از کسانی که چه در فضای مجازی چه در تلویزیون برنامه می‌سازن یا سریال می‌سازن یا هر کاری می‌کنن، منتی بر سر مردم نذارن، برای اینکه ما رنجش رو میکشیم، لذتش هم میبریم و این کار ماست برای اینکه بتونیم کمکی بکنیم. همیشه گفتم که سعی ما این بوده که دنیا رو برای شما و زندگی رو برای شما قابل تحمل تر کنیم. تا اونجایی که از دستمون برامده این کار رو کردیم و در ادامه برنامه هم باز یه کمی درد دل خواهم کرد که تا چی شد تا به اینجا رسیدیم. اینو همین اولش بگم که آخر برنامه امشب یک فیلمی رو ساختیم، حالا نمیدونم تایمش چقدره، ولی از تمام که نه، از خیلی از آدم‌های خیلی مهمی که اینجا آمدن، در واقع از هر کدوم یک جمله گذاشتیم که ببینیم چه کسانی اینجا بودن و خیلی از این عزیزان رو از دست دادیم در طول این سالها و دیگه بین ما نیستن. این فیلم برای اینه که در واقع ببینید دور همی به هر حال کار مهمی بوده که این همه آدم، این همه هنرمند، این همه ورزشکار، این همه نویسنده و شاعر، اهالی موسیقی، تئاتر، سینما و غیره آمدند، حرف زدند و این نشون میده که به هر حال حضور اینها، خیلی دارم حرف میزنم، خیلی دارم خستتون نمی کنم. یه نکته دیگه هم بگم، از همکاری صمیمانه مدیران و پرسنل دانشگاه پیام نور خیلی تشکر میکنم. در طول این سالها کنار ما بودن، نهایت کمک و همکاری رو با ما کردن و من تشکر میکنم واقعا از همه شما. خب یه سری نظرات شما رو بخونم. تمام دوستام تو این کرونایی شوهر پیدا کردن. من فهمیدم قبل از کرونا وقت نداشتن، وگرنه شوهر بوده. من انقدر کوچیک فکر نمی کنم که تیپ و قیافه ملاک انتخاب همسر آیندم باشه. همسر آیندم باید پول داشته باشه. جدیدن میگن وقتی میخوان یه نفر رو بشناسین
باهاش مشترکاً یه پیتزا بخورین. راست میگه. این سریال های 956 قسمتی رو خود کشور سازنده هم دنبال نمی کنه. شما تکرارش هم میبینین. خب تا حالا اینو یادم رفت بگم، تا حالا 3-4 بار روی همین صحنه اعلام کردم که دور همی تموم شد، قسمت آخره. گفتیم خداحافظ برای همیشه، رفتیم 2 ماه بعد دوباره برگشت. میدونم دیگه قضیه رو جدی نمیگیره، ولی باور کنه این دیگه قسمت آخرشه. به همین سوی پروژکتور این قسمت آخرشه. حداقل با این شکل و شمایلی که الان میبینین قسمت آخرشه. چون بازم داریم. نه حالا توضیح بدم، ولی کاملا یه چیز دیگه است. یک مسابقه، بذارید توضیح بدم از الان. یک مسابقه خیلی مهیج، جذاب و عجیبه که راجب ادبیات، موسیقی، تئاتر، سینما، نقاشی، هنرهای تجسمی و تاریخ فقط. فکر کردیم که این مسابقه به شدت میتونه کمک بکنه به ارتقاء سطح معلومات کلی در کشور. یعنی همین که آدم‌ها بشینن این سوال و جواب‌ها رو فقط بشنون، به نظرم خیلی کمک کننده است که راجع به ادبیات و شعر و موسیقی و سینما و تاریخ و غیره بدونیم. این خیلی کمک می‌کنه. همین بخش کوچکی که دوستانی تشریف میارن بالا و 4 تا سوال جواب میشه، همین رو خیلی ها گفتن که این کمک کرده به این که ما راجع به کتاب بدونیم، راجع به شعر بدونیم، راجع به تاریخ بدونیم. و حالا این شکل جدید دوره همی که میشه سری 5 خیلی در ابعاد وسیع ترشه و شرکت کنندگان در واقع خب طی یک کنکور ورودی در واقع وارد این مسابقه میشن که به نظرم هم مهیج هم بسیار بسیار مفید. اینو پس بگم، این آخرین قسمت دوره همیه این شکلیه. یعنی اصلا هم اصلا یه چیز دیگه است اصلا اسمش. آره، در فصلهای قبل وقتی قسمت آخر رو ضبط میکردیم، تمام عوامل برنامه، همکاران ما اون پشت بغضی داشتن. امروز اومدم دیدم دارن قشقش میخندن. گفتم بچه ها قسمت آخره ها، دیگه نمیبینیم همو. یه کوچولو هم لب ورچیدم که همچین احساساتی بشم و اینا، یکم نگاه کردن یهو با هم دوباره ترکیدن از خنده. ولی این واقعا آخرین قسمت دوره همیه، قول میدم. من همین امشب وانتی صدا میکنم. هرچی آهنالات اینجا داریم، زایعات، آلومینیوم، مفرق، سماور، تخت شکسته، اینا رو میدیم بره. این دکور رو هم فردا صبح میذاریم تو سایت برای فروش. دکور دور همی، قیمت توافقی، بدون مدیری. یا معاوضه با پراید کف خوابیده. خداحافظی کردن در ایام کرونا خیلی کار سختی شده. ما عادت داشتیم موقع خداحافظی اول بغل کنیم، بعد ستا ماچ کنیم، بعد دست بندازیم دور کمر هم دیگه، بریم تا دم در حیات، بعد تو پیاده رو وایسیم، یه دور خاطراتی که با هم داشتیم رو مرور کنیم، آخرش هم پشیمون بشیم، بگیم که شما چرا داریم میری؟ اصلا زنگ بزن اونا هم بیان. بعد دوباره میرفتیم داخل. کرونا همه اینا رو از ما گرفت. من که شخصا خداحافظی با رعایت فاصله اجتماعی رو بلد نیستم. بعد کرونا
یه فراخوان بزرگ میدم و خداحافظی های ممکن رو انجام میدیم. یه خانم یا آقا؟ آقا بفرمین. خانم؟ خانم بفرمین. بله. شغل شما خانم؟ کارمند. کارمند شما؟ کارمند. کارمند. خیلی عالی. ارتفاعات سهند در کدام استانه؟ آذربایجان غربی. آذربایجان شرقی. آها، چون من دوباره پرسیدم غربی شد شرقی. شرقی بله. کوتاه‌ترین مرز خاکی ایران با کدوم کشوره؟ فکر می‌کنم با همون آذربایجان باشه. ارمنستان. ارمنستان همون طرف هست. همون سمت. بله، همون حدود رو بگیم کافیه. بله بله. کدوم حیوان هنگام خواب یک چشمش رو باز نگه می‌داره؟ مارمولک. مارمولک؟ اصلا شما مارمولک هنگام خواب کجا دیدی؟ خب بهترین بازیکن جام جهانی 2006 آلمان؟ کلوزه. زیدان. گیوتین اختراع کدوم کشوره؟ انگلیس. چی هست؟ گردن میزن. گردن میزدن باش. یه مقدار احساسی هم. قدیم. آها. دیگه شرمنده. فرانسه. سبک نقاشی پیکاسو؟ شما بدوست جواب بده دیگه. دیگه تو یه آقا یه دونم خانم نگفتین. خب من فکر میگم شعره. رمان زن 30 ساله اثره. من تو سبک حافظم. اصلا هیچی. شعر بخونید برام. شعر بخونم؟ از حافظ؟ هر چی دوست داری. تک بیتی. نه حافظ نه. فقط یه حالت مشاعرش کنه، یه بیتش هم میشون بگن به یه حالت خندیدن. بله. آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت، آسمان دیگری خواهم و ماه دیگری. از یه. از نمیدونم. از یه نه. میگن از یه. آقا گفت مشاعره کنی. با هم نسبتی دارین؟ نه. هر چی دلتون میخواد بگید. دیشب جمال رویت تشبیه ماه کردم، تو به ز ماه بودی، من اشتباه کردم. بسیار زیبا، بسیار عالی. خیلی هم عالی. متشکرم. بعضی از دوستان میگفتن در این قسمت پایانی یه کمی از حاشیه های دورهمی بگو. گفتم من خودم حاشیه های دورهمی رو میرم تو فضای مجازی میخونم. واقعا بعضی از این چیزایی که اونجا مینویسن رو خود من در جریان نیستم. یکی نوشته بود فوری. دیدین یه چیز انقدی میزنن فوری، 6 تا علامت تعجب. بعد باز میکنی که ببینی چیه. نوشته بود فون گریم دورهمی تموم شد. آیا مدیری امشب روی صحنه میرود؟ من از گریمور پرسیدم ببخشید فونمون تموم شده. گفت نه شاید. رفتم نشستم واسه گریم، در قوطی رو باز کردم دیدم واقعا تموم شده. حاشیه های دور همی اغلب از ماهیت انتقادی برنامه نشأت گرفته. یه زمانی میگفتن اونی که انتقاد میکنه دلش میسوزه. بله، کسی منتقد رو دشمن خطاب نمیکرد. این که میگن انتقاد اگه سازنده باشه ما استقبال میکنیم هم شعاره. اونی که از نقد براشفته میشه هیچ گونه ای از نقد رو تحمل نمیکنه.
یه خاطره بگم. اون اوائل مدیر پخش یا آقای تشریف آوردن، قبراق سرحال خوب پر انرژی و اینا، مدیر پخش هستن، مدیری سلام علیکم قربونه شما، پنج سو بشه، قشنگ جوون و براق و سرحال و درجه یک. این اواخر یه بار گفتن آقا من میخوام بیام، یه بار سر صحنه گفتم تشریف بیارین، اومدن با یک پیر مرد استخوانی رو ویلچر آوردن. گفتم آقا سلام، گفت آقا من هم مدیر پخشم، انقدر تو این پنج سال کار داشتم از بابت دور همی، شکلم اصلا این شکلی شد. یعنی خیلی ایشون سختی کشیده تو این پنج سال، خیلی هم همکاری کردن با مون، حالا واقعا میگم خیلی ایشون با ما همکاری کردن، ولی از اون ور خب بالاخره برنامه است و انقدر حرفا و انقدر کار داشتن که اصلا دیگه یه پوست و استخون و دیگه نمیتونستن حتی راه برن. بعدم ازشون پرسیدم که آقا چرا انقدر تو این برنامه های ما نه گفتن که چیز فقط این دست ما نبوده که از بیرونم بوده. گفتم یعنی مثلا حالا خونه میریم، مثلا خانومم میگه این چیه پخش میکنی؟ میذارین این چیه میذارین پخشه؟ خب بدآموزی داره. یا خونه فامیل میریم یا فامیل میان میگن آقا چه حواستون این چیه داره میگه اصلا این چرا پخش؟ بعد ما مجبوریم بیایم. نه برای همین در عین اینکه با ما خیلی همکاری کردن، در این حال هم خیلی سخت گذشته بهشون. آره مهمان داریم، چه مهمانی، معرفی نمیخواد، همه شما با او آشنایی، دوستش میدارید، در کار خودش بسیار مسلطه و و و احسان علی خانی. سلام همینگی، سلام بفرمین، خیلی ممنونم، بفرمین شکرم، خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدین، به به ببینید کی اومد بالاخره، خیلی خوش آمدی، مرسی، افتخار دادین. بالاخره الان تیکه بودی آقا. نه به خدا، نه حالا همین بالاخره توضیح داره، اگر سلامی هست. سلام به شما، به همه حضار عزیز و نازنین و همه تماشاگرای پروپا قرص دور همی در خدمتیم. قربونت برم، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. مخلصیم. 700 بار دعوت کردیم، زنگ زدیم احسان جان نمیای دورم، گفت چرا؟ اصلا چرا نیا؟ چی بهتر از این؟ گفتم پس زنگ میزنیم همه کلیش درد میکرد، آدم که با کلیه درد نمیتونه بیاد، منطقیه. زنگ زدیم رودم میام الان سر ضبطم چیکار کنی؟ دو هفته دیگه میام. معدم زنگ زدیم آقا الان دیگه موقعشه، الان خوبه، اینا عیده، مردم دوست دارن، میام. شیرازم، بعد همون روز تو اتوبان ارتش دیدمش، حالا به خودش هم نگفتم اصلا بمانه. حالا چرا با ما این کارو میکنی؟ یه ساعت میخوام بشینیم گپ بزنیم. شما که برای هیچ کسی پنهان نیست، من چقدر شما رو دوست دارم و چقدر خاطرتون رو میخوام و چقدر شما حق گردن من و همه همکارام دارین، تو این تردیدی نیست. ولی حالا شما شوخی کردین، جوابشو بخوام بدم. یادمه که آقای مدیری میخواست برنامه رو شروع کنه، اولین قسمت دوره همی، الان 300 خورده ای قسمت رفتیم، 5 سال پیش
آقای مدیری لطف کردن به من زنگ زدن که با این جمله که میخوام قسمت اولو با تو شروع کنم، یادتون میاد؟ بعد من یه چیزای شنیده بودم پراکنده که چه نقشه هایی تو ذهن آقای مدیریه. اعتراف میکنم صادقانه که دفعه اولو صادقانه پیچوندم خب، و خدا رم بابت شکر میکنم، برای اینکه بعد دیدم یه روز با ریشتراش سیبیلای سروش صحت رو زد و یه روز با ریشتراش نیما فلا کلش رو کچل کرد. نمیدونم، خیلی بیش فعال بود اوائل آقای مدیری تو این برنامه و گفتم خدایا ممنونم بابت حمایتت که تصمیم درست گرفتم. بعد هی اومد جلو، چون آقای مدیری به ما افتخار دادن چند مرتبه تشریف بردن در برنامه‌ای که من میساختم، دیدم هرچی رفت جلوتر دیدم به یه جایی رسید. 4-5 سال گذشت، آقای مدیری یه ذره جا افتاده شد تو این برنامه. من دیدم دیگه یه گوشه نشسته ایشون داره با گویش بازی میکنه، گفتم دیگه با من دیگه کاری نداره دیگه، گفتم الان دیگه موقعشه. حالا بگم کجا رو اشتباه کردی؟ کجا؟ ما به رسم اولین برنامه‌های اول در آخرین برنامه بابا من بهشون توضیح دادم، گفتم که اگه ببخشید، گفتم اگه سیبیل سروشو زده، موهای نیما فلا رو زده، من برسم دست میکنه لوزالمعده‌مو میکنه بیرون دیگه احتمالاً، برای همین ترسیدم. نه نه، ما به رسم برنامه‌های اول تصمیم گرفتیم در برنامه آخر موهای خوشگل تو یکم کوتاه کنیم. الان تو کشوه قیچی در میاری؟ قیچی نه، از این برقی آلمانی درجه یک استریل هم شده، الکل زدیم و آکپندم هست. چشماشو باید از این فاصله ببینی، یه ترس عجیبی توش. نشوخی میکنم. به هر حال خیلی ممنون که آمدی و چه خوب که در آخرین برنامه دوره همی و این حسن ختام در واقع مهمان ما هستی. عزیز دلی شما، انقدر شما رو دوست دارم که انقدر گفتم تو برنامه‌ها، گفتم برمونه. هر موقع آخرین بار با هم یه جایی جشن حافظ بود اجرا داشتیم، من اعتقادی که داشتم و واقعا فریاد زدم که شما ستاره سه دهه تلویزیونی بدون تردید برمونه. و خیلی چیزا از شما آموختیم، کسایی که دانش آموز در واقع یا دانشجو این مدیوم و این رسانه بودن. لطف داری، خیلی ممنون، خیلی ممنون. خیلی سوال زیاده، چون مردم خیلی دوست دارن بدونن راجبت، فعالیت ها، ذهنیاتت، نگاهت به زندگی، و خیلی سوال. سعی میکنم که در همه سوال ها رو بپرسم در این تایم در خدمت. یکی این که در ابتدا به ما بگو که متولد آبان ماهی. بله، من 15 آبانی در واقع روز وسط ماه آبان و وسط پاییز، 15 آبان 1361 میشه 38 سال. 38 سال. و آبانی ها اگر یک خصوصیت خیلی بارز ازشون بخوای بگی چیه؟ نمیدونم، خیلی حالا من جزء دسته هم که خیلی اعتقادی به این شخصیت بر اساس ماه آدم ها ندارم، اما احساس میکنم که هرچقدر عمر میگذره، شاید اون بلوغه، شاید پیرنپاره کردن، شاید تجربه آزمون و خطا یا هر چیز دیگه ای، ممکنه طرف بتونه خودش رو پیدا کنه یا تغییراتی در خودش بده. اما یه المانی به اسم عقرب داره این ما. آره عقرب. آره، برخلاف این که فکر میکنن خیلی آدم های زبلی هم، بسیار آدم های ساده ای هم به نظرم، زود گول میخورن و دوستن رفیقن، ولی اون روی فلان نباید بیاد بالا دیگه، اون روی بیاد بالا ترسناک. اون روی بیاد بالا چی میشه؟ در مورد خودت چجوریه؟ من خیلی آدم برون ریزیم، یعنی خیلی بلد این که تو خودم نگه دارم نیستم، یعنی جیغداد میکنم، داد بیداد میکنم، دعوا میکنم، حالا با دوستام و رفقام و همکارام و اینا دارم میگم، خیلی بلد این که پنهان کنم. یعنی یکی از عادتهایی که سالها تلاش کردم که بتونم مرتفعش کنم و نشد اینه که اگر از کسی ناراحتی داشته باشم تو چشاش نمیتونم نگاه کنم. آها. خیلی هم به نظرم کودکان است، ولی اینطوری هم و میگم حرفم و دردم و اینها رو میگم، ولی اینکه یک شخصیتی باشه که تو مبتنی بر ماه تولد تا آخر عمر قرار باشه زندگی کنی، به نظرم یه ذره کوچیکه برای آدمی زاد.
حتما میتونه دستخوش تغییرات جدی بشه، بله. اصلاح کنه، بدتر شه، بهتر شه یا هر چیز دیگه. به خاطر این خصوصیتی که داری با آدم‌های زیادی از دستت ناراحت شدن؟ حتما، ولی اگر برام مهم بوده باشن حتما دلشون در میارم. اینم یکی از خصلت‌های دیگه ای که خیلی دوستش ندارم که کسی از دستم غمگین بشه و آزرده شه و اینا. آره واقعا کلا آدم جدی هستی؟ نه خیلی. اتفاقا خیلی آدم دیوانه ای ام در زندگی. دیوانگی چیز بدی نیست واقعا. یعنی به نظرم اگه توی این دنیا دیوانگی نکنیم که دیگه واقعا دلمون رو باید به چیش خوش کنیم. نه بگو بخند، شوخ طبع، جیغ جیغو و ولی تو کار نه. تو کار هنوز خیلی نمیتونم آرامش داشته باشم. تو کار حتما استرس دارم، گاهی بد اخلاق میشم با همکارام، ولی نه خیلی جدی نیستم. خیلی چیز کل سعی میکنم جدی نگیرم واقعا. خیلی هم عالی. و چه رشته ای خوندی؟ من دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی خوندم، بعد سه ترم فوق لیسانس روانشناسی خوندم که یه جورای بیرونم کردن از دانشگاه. واقعا مدیر گروهمون گفت یا جای تو یا جای من. هیچ وقتم نفهمیدم، جدی میگم، هیچ وقت نفهمیدم چرا. یه چیزی فهمیدم ولی شاید یه ذره بیانش فکر کنم که مثلا دارم راجع به مثلا تعریف میکنم از خودم و اینا. مدیر گروه روانشناسی اون دانشگاه که من اونجا درس میخوندم از خارج از کشور اومده بود، بسیار جدی بود، دادن بسیار علمی بود و اولین برخورد ما یه اتفاقی افتاد که خوشش نیومد دیگه از من. دلیلش این بود که من رفتم تو اتاقشون، اتاقشون بزرگ بود، بقیه دانشجوام اومدن تو اتاق، حالا بچهای مثلا نسل دهه 70 بودن. خب من دیر رفتم برای فوق لیسانس. بعد بچه‌ها منو برای اولین بار دیدن و بگو و بخند و حالا سلفی بگیریم و اصلا من هر چقدر این سلفی ادامه پیدا کرد احساس کردم که این استاد عزیز و گرانقدر این شمع داره آب میشه و کوچیک شد، یعنی از هرس و ناراحت شد، نمیدونم چرا واقعا، و دیگه حالش با من خوب نشد. دیگه از اون دانشگاه من اومدم بیرون، باز خیلی تلاش کردم، خوندم، رفتم کنکور دادم، الان دانشجوی ترم سوم جامعه شناسی هم. چقدر عالی. یکی از این شناسی‌ها رو بالاخره میگیره. آره انشالله بالاخره. نهایت جانور شناسی دیگه. یه چیشو میگیرم. و از ابتدا علاقه به اجرا داشتی یا بازیگری؟ آقای مدیری خیلی اتفاقی شد. من اصلا علاقه به اجرا نداشتم. نه تنها اجرا رو دوست نداشتم بلکه همیشه منتقد سفت و سخته مثلا مجرای تلویزیونم بودم. من سینما رو خیلی دوست داشتم، عاشق سینما بودم و کماکان هستم و اصلا با سینما هم شروع کردم، یعنی شروع کردم دستیاری کردن تو سینما. چون راجع به ماجرای دانشگاه هم پرسیدین، من هنوز نمیدونم چرا مسیرم این شکلی شد حتی تو زمینه دانشگاه. دانشگاه رو بگم بعد این ماجرایی که شما فرمودید، مثلا من خیلی ساده سریال خانه سبز رو دیدم، خسرو شکیبایی بازی میکرد، نقش وکیل رو داشت، یادتونه دیگه. بعد یه عاشق این شدم که وکیل شم بر دانشگاه. بعد اتفاقا حقوقم قبول شدم در دانشگاه خوب، خدا خیرش بده که از اقوام ما فهمیده بود من جو گرفتم. حالا پالتو بارونی های خسرو شکیبایی در خانه سبز رو دیدم و دنبال این بودم که برم توی دادگاه قاضی چکش بزنه و من بیا پلاتوی قرار بگم و دفاع کنم از موکلم و اینا. بعد این منو تو تابستون برد یه دادگاه خانواده یا دادسرای خانواده، یه چیزی توی مایا بود، چون فهمیده بود که من از سر هوس و مثلا اینا دنبالشم. و بعد از اون برم دانشگاه تهران قبول شده بودم، نگران بودن مثلا خانواده که خب اون دانشگاه تهرانه. همون یه روزی که منو برد تو اون راهروه و جیغ و داد و کتککاری آدمایی که با هم دعوا داشتن اینا رو من دیدم، موی همو میکشیدن، جدی میگم، یعنی یه بچه 17 18 ساله، من اصلا برگام ریخت واقعا و فهمیدم که اصلا کار من نیست، اصلا تو میخوای چیکار کنی اینجا؟ چکش رو اصلا کجا بزنم؟ اصلا دارن چکش رو میزنن تو سر هم، کسی که ازم شکایت کرده بودن. بعد دیگه رفتم دانشگاه تهران و مدیریت خوندم. تو کارم که شما فرمودید سینما شروع کردم، یک کوچولو کار مونتاژ در حد مثلا مونتاژ هم نمیشه اسمشو گذاشت، مثلا
یه سری پلان رو انتخاب میکردم دفتر سینمایی که از دوستان ایام پیش دانشگاهی بود و بعد یکی دو تا کار دستیاری کردم، دستیار کارگران بودم، دستیار سه مثلا در این حد که پلاتو کپی میکردم، میگم پلاتو در این حد که فیلمنامه ها رو مثلا سکانس ها رو کپی میکردم به دست بازیگرا برسونم، داد بزنم میگم بچه‌ها سر صحنه، گروه فیلم برداری، گروه صحنه تو این مایه ها. بیشتر نقش بلندگو رو داشتم و خیلی کوچولو هم بودم. دو تا کار کردم، یک سریال شروع شد، من تو سریال دستیار دو، رفت سر یک کار سینمایی، من شدم دستیار دو کارگردان. یه سه چهار ماهی کار کردیم و مهران برومند دستیار برنامه‌ریز اون کار بود. میشناسین مهران؟ بله بله. مهران کار بزرگ زیاد کرد، کار تاریخی معمولا با آقای میرباقری و اینها. مهران منو معرفی کرد به یک گروهی که داشتن آیتم میساختن برای تلویزیون و من به عنوان کارگردان آیتمای کوچولو کوچولو رفتم تلویزیون و شبکه یک، گروه اجتماعی. بعد شروع کردم آیتم ساختن و اینها و هرگز به این فکر نمی‌کردم که یه روزی من برم جلو دوربین مثلا بگم سلام مردم، اصلا همچین باوری نداشتم. بعد اولین اجرا اصلا چی بود؟ یعنی چه کاری بود؟ من یه دو سه سال آیتم میساختم، بعد شروع کردم مستندای کوچولو کوچولو ساختن، آیتمای تلویزیونی ساختن. خیلی اتفاقی تایید کننده ای، یه کسی اون برنامه رو اجرا میکرد، به آیتماشو در واقع به عنوان گزارشگر کار میکرد، رفت سربازی. خب رفت سربازی، تایید کننده دید من پشت دوربین مسلطم، حرف میزنم. معمولا اینجوری بود، دوربینو میکاشتم پشتش میشستم یا وای میسادم مثلا با شما گفتگو میکردم. به من گفت حالا تو برو جلو دوربین. بعد نمیدونم چی شد، شاید خواستم تجربهش کنم ببینم چه ریختیه چه شکلیه. این کار کردم و اون خیلی خوشش اومد و مثلا قرار بود چند تا اتفاق بیفته، شد 50 تا، شد 100 تا و یواش یواش من شدم گزارشگر. دو دوره کامل من یادتونم پاترولای زرد سازمان صدا و سیما رو من با اون پاترولا دو بار دور ایران رفتم و کار ساختم و دیسک کمری که کماکان دارم و مطمئنم مال اون ایامه. و راضی از این اتفاق؟ به شدت، یعنی یه کاملا میتونم بگم یه دانشگاه بود گزارشگری برای نه منظورم لحظه‌ای که مسیرت عوض شد و به سمت اجرا اومدی. نمیدونم آقای مدیری، واقعا پرسشیه که این چند وقت اخیر به خصوص در ذهنم عبور میکنه که واقعا جای من اینجاست، نکنه اشتباهیم. اینو صادقانه میگم، مخصوصا از زمانی که من یه ذره جدی‌تر شروع کردم راجع به موضوع استعدادیابی کار کردن. قبل از اینکه کلید بزنم کارو، خب خیلی نشست گذاشتم با اساتید دانشگاه، با کسایی که حرف برای گفتن داشتن. مثلا دلیلش این بود که تمایل داشتم یه مسابقه استعدادیابی بسازم، چون کماکان اعتقاد دارم یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما اینه که آدم‌ها سر جاشون نیستن. درسته. و بعد این نوک این پیکانه چرخید سمت خودم که تو چی؟ تو مگه تصمیم گرفتی برای این کار؟ همه چی شانسی و بر اساس اتفاق و حادثه رخ داده. اونجوری نیست که بگم عالی درسته، معنای زندگی من این نقطه است. نه، واقعا بعضی موقع به شدت دچار تردید میشم که نکنه من باید نقاش میشدم، نویسندگی میکردم، نمیدونم. شاید برای همینه که اخیرا شروع به کار تهیه کنندگی فیلم سینما شاید یا حتی مثلا پدرم کشاورزی میکردم. نمیدونم کجا جای اصلیمه، ولی دست و پا زدم و تمامش هم محصول آزمون و خطاست و تحملی که مردم کردن و این فرصت رو دادن و اجازه دادن که من این کارو بکنم. ولی بگم ایدئال زندگی من اصلا و خیلی نسبت بهش دچار تردیدم به شدت. و اولین در واقع کار اجرایی که خیلی دیده شد محصل بود. من یک کاری من یک کاری شروع شد در شبکه یک، هنوز شاید بچهای اون نسل خاطرشون باشه. دو تا برنامه همزمان شروع شد، یکیش به اسم دخترانه بود، مال دخترا بود. یکی دیگه اش به اسم پسرای ایرانی بود. این مال 20 سال پیشه، مال 19 سال پیشه. من گزارشگر اون برنامه بودم. گزارشاش انقدر حالش خوب بود و باحال شد که اواخر دیگه تهیه کننده گفت مردم نامه میفرستن بیننده ها. خیلی نامه میفرستن که مثلا این پسره رو بیاری تو استودیو و اینا. مثلا من اولین تجربه شهرتم، چون اصلا هیچ فکرشو نمی‌کردم. رفتیم با همین پاترول زردا، این برنامه پخش شد، من فکر نمی‌کردم انقدر مخاطب داشته باشه. بعد من کلا در احوال شخصیم از ازل تا ابد به شدت آدم شلخته و حتی بد لباس و آشفته ایم، عین مثلا شبیه یه نوع ویروسم تو زندگی عادیم. و الان اگر برنامه شما نبود یا خودم رو موظف میدونم
جلوی دوربین تلویزیون برای اینکه مردم تماشا میکنن حتما آراسته باشم، ترتمیز کنم و اینا، ولی دوستام، رفقام، خانواده که منو میشناسن بعضی ما خسته میشن، یعنی تا مرزی که بو بگیرم اون لباس تنمه، این کلا کلمه اصلا چیز خیلی، من مردم تو خیابان دیدن که به حالشون به هم خوردن من، یعنی چرا اینجوری نمیدونم، یعنی شاید برای این تنبلیم آشفت، بعضی وقت من یه مدت راجع به لباسام و کتای زیادم حرف میزنم، اصلا تو زندگی خودم اینجوری نیستم اصلا، یعنی اولین چیزی که دم دستم بیاد بعضی موقع من شلوارم اینجوری وایساده، یعنی حتی نیافتاده انقدر تو پام بوده، همونو میکنم تو و میزنم بیرون. آخه چیه خوب نیست آدم بو بده؟ خوب مثلا. نیست نه نه گفتم گفتم تا مرزش این یه تحریف تاریخی بود، من گفتم تا مرزش، اتفاقا آدم تمیزی هم خیلی. چی داشتم گفتم؟ آها بازم خوب نیست آدم تا مرزش بو بده بالاخره. حالا نه این یه چیز شخصیه، اصلا بگو به تو چه. نه بعد داشتم اینو برای تو میگفتم، ما رو تو همین برنامه گرفته بود، تو ما نمیدونستیم چقدر گرفته، اون موقع فضای مجازی نبود، میگم نامه میفرستاد بیننده تلویزیونی. بعد یه سفری با همین پاترولای زرد سازمان ما رو فرستادن لاهیجان که گزارش من بگیرم، من تا 23 قسمت از این برنامه در تابستون پخش شده بود، این اولین تجربه من از اینه که آدم ها من شناختن. رسیدیم میدون اصلی لاهیجان و همون آدم هپلیه که کماکانم همونه، پشت این پاتروله اینجوری افتاده بودم من، رسیدیم توی این میدونه، بعد راننده گفتش که یه سری آدم اینجا جمع شدن، چون اطلاع میداد برنامه که این تایم میخواییم گزارش بگیریم. بعد من همینجور نها کردم مثلا 200-300 تا آدم وایستادن، گفتم خب مثلا شاید یه کاری میخوان بکنن، اومدن یه اعتراضی بکنن، مثلا دم کارخونه جای یه چیزی مطالبه‌ای دارن فلان، باورم نمیشد این اتفاق. این پاترول ما هرچی نزدیکتر شد اونا یه شور و هیجانی گرفتن و من دیدم یه چند نفر دویدن سمت پاتروله. بعد من انقدر باور نداشتم، با اینکه کل سفر ما با هم مسافر همدیگه با کنار همدیگه بود، من نگاه کردم که نکنه برای کسی دیگه تو ماشینه یا ماشین بغلی اتفاقی و اینها، بعد دیدم نه اومدن دم ماشین و من اصلا آمادگیشو نداشتم، یه چیز داغونی تو ماشین، 4-5 ساعت هم تو راه بودیم و نمیدونستم با چه واکنشی نشون بدم، بلدش هم نبودم، تمرینش هم نکرده بودم که سلام خوشحالم میبینمتون، به به مثلا ممنون از محبتتون، خیلی همینجوری عین یه پخمه افتادم لای اینا و فهمیدم که نه اینا برنامه رو میبینن و همه هم بعد من اون گزارش رو شنیدم راجبش، راجب اون سفر جون من الکی آره نه نه بلا فاصله همه پراکنده شدن چه بویی میاد باز تکرار میکنم تحریف کردم، من گفتم تا مرزش، فیلمش هست، هزار نفر جمع شده یه دفعه بورت همه فرار میکنم. خب معذرت میخوام، ببخشید. بعد دیگه همینو پرسیدین یا اجرا رو پرسیدین؟ آره آره اجرا دیگه. من گزارش و آیتم و مستندسازی برای تلویزیون چند سال واقعا یه بار برای بکنم یه جای دیگه هم تعریف کردم، من جلو دوربین رفتنم سانتیمتری بود، مثلا اوایل مچم بود، بعد تو آرنجم بود، بعد کتفم، بعد پشت شونم، بعد پس کلم، یهو چرخیدم اومدم جلو دوربین و دیگه بعد با رضا و نیما و صبح بخیر ایران و یه مسابقه تلفنی صبح میرفتم، قله های افتخار میرفتم تو صبح های تلویزیون و دیگه اینجوری یواش یواش شبکه یک تا اومدم برنامه صبح آمد شبکه 3 با نادر کاشانی که عزیز شما سالها باش کار کردیم و به شدت دوستش دارم و خیلی حق گردن من داره نادر کاشانی، واقعا فکر کنم شما خیلی کاری موفقی هم با هم کردید. بله خیلی از مجموعه های 90 قسمتی با نادر بود و امیدوارم هر جا که هست حالش خوب باشه و سلامت باشه. آره دیگه صبح 3 سال من فکر کنم صبح های تلویزیون، صبح های شبکه 3 رو اجرا کردم. من از صبح یهو رفتم تو برنامه افطار، یعنی واقعا یه جورایی ترک خوردم چون صبح هم باز خیلی من آدم هایپر و خیلی شلوغ کن و اینها. بعد چی شد که یه دفعه چند شد به ماه عسلی؟ آره که شروع کردی به رنج دادن مردم؟ نه الان میتعریف کنم ما شرحه ببین من صبح اجرا میکردم، خیلی هم تو برنامه هر کاری خواستم کردم، یعنی ورزش میکردیم، نرمش میکردیم، جیغ میزنیم، داد میزنیم، شوخی میکردیم، تیتر روزنامه ها رو میخوندیم، گفتگوهای باحال سر حال اینطوری. بعد خیلی من بچه تر بود، 22-23 سالم بود واقعا، خودم نمیتونستم خیلی تصمیمی بگیرم،
مدیر گروه گفت بیا افطار رو اجرا کن. برای همین میگم ترک خوردم، یعنی اصلا گرم و سرد عجیب شد. و بعد من یهو به عنوان 20 اولی مار 84 بود دیگه اگه اشتباه نکنم، 23 سالم بود و من رفتم تو اون فضای و بلدش هم نبودم واقعا، من نمی‌دونستم با چیکار کنم. یه آدمی که شما فکر کنید صبح 3 ساعت بالا پای میپرید، یهو نشوندنش اینجا، یه مهمونم گشتن جلوش سلام علیکم. اما از جایی که ماحصل یه چیز دیگه بود، ماحصل من از 86 خودم تایید کننده شدم و شروع کردم تو 24 5 سالگی. هر چی رفت جلو به نظرم تبدیل شد به تاک شو جدی‌تر و قابل اعتناتر، اما کماکان ماحصل از سال 90 به بعد رو برام قابل دفاع‌تره، یعنی توش اتفاقاتی افتاده که میتونم ازش دفاع کنم و دوستش دارم. شاید قبل از 90 خیلی نه، چون اصلا من خودم یه آدم همین این روزا من بعضی موقع الان میفهمم، یه برنامه‌ای رو میبینم که مثلا البته اعتقاد دارم آدم 23 24 ساله میتونه دانشمند باشه و تدریس کنه، تردیدی نیست، من اون نبودم، من واقعا اون نبودم، همین الانم با تردید نسبت به خودم نگاه میکنم. بعضی موقع میبینم یکی از دراجی موضوع گنده حرف میزنه، موضوع بزرگ و عمیق حرف میزنه ولی کم سنه، یه جوری میشم خودم، من همون بودم یه مقطعی. برای همین میتونست منتقدای جدی داشته باشه، ولی من دیگه افتادم انداختنم تو اون فضای واقعا. اما موصلی که از دهه 90 شروع شد دیگه کار جدی روش میشد، بچهای دانشگاه کنار ما بودن، اساتید کمک میکردن، 7 ماه 8 ماه 9 ماه کار تحقیقاتی جدی میشد برای اینکه سوژه پیدا کنیم راجع بهش حرف بزنیم و یه سری از معضلات جدی رو بررسی کنیم. اون موقع ها یه تعداد اندکی از مردم ایران سوژه موصل میشدن. من زمانی موصل ول کردم چون دیدم دیگه تقریبا همه میتونن سوژه موصل بشن دیگه، مال عصر جدید. آره و یه جاهایی حالا نمیدونم مال قبل از 90 یا بعدش انقدر غمگین میشد و انقدر که مردم با پیچ کشتی خودشونو میزدن خودشونو. ببین من میتونم راجع به این چند بار صحبت کردم، کماکانم اعتقاد دارم به شدت به این جمله و مفهومش که الزاماً تمام موضوعات تلخ دنیا عمیق نیست، اما یه واقعیته، تمام موضوعات عمیق دنیا تلخ، این حقیقته. و تو اون برنامه قرار بود ما راجع به آسیب اجتماعی حرف بزنیم، راجع به دردها حرف بزنیم. ببین شما وقتی نمی‌کنی این کارو، تو رو به عنوان نیروی رسانه‌ای محکوم می‌کنن که چرا از درد مردم نمیگی، از مشکلات مردم نمیگی، از سختی‌ها نمیگی، از رنج‌ها نمیگی. وقتی هم می‌خوای به اون بپردازی محکوم به این میشی که داری گریه در میاری. اونا بخش مهمی از جامعه مان و برای خود من دانشگاه بی‌نظیری بود ماحصل، با همه اشتباهاتی که درش مرتکب شدم، با همه آزمون و خطاها، برای اینکه خب معلومه آدمی مثل من کلی اشتباه میکنه تا یاد بگیره و خیلی هم بده این اتفاقه، قابل دفاع نیست برای من. اما یه جایی احساس کردم که یه موضوعی برای مهمتره، برای همین رفتم سراغ استعدادیابی و مسابقه و اینا. من سوال کنم کوتاه جواب بده. بس. پیر شدم این پشت. چرا؟ چون من تعریف کردم. نه نه نه. یعنی بتونیم به همه سوالا برسیم. آخه این سبک اجرای شماست. میتونم یه چیزی بگم اشکال نداره. دیگه گفتم دیگه قرمه صدقا رو رفتم، شما میدونید چقدر برای من عزیز. ولی از یه شیوه فوق‌العاده شما استفاده می‌کنید برای اجرا تو دور همی. من بعضی موقع به اصطلاح راجبش دارم میگم شیوه پنکه. یعنی شما یادتون پنکه قدیمی یا دکمه میزدیم که میچرخید؟ شما یه چیزی میگی میری واسه این طرف داره آتیش میگیره بالا پایین میپره و شما کار خودتون رو کردی. من احساس کردم شما با این شیوه پنکه حال میکنید که چند تا سوال میپرسم با بله یا خیر بگو. فقط بله. سختی شاره بله یا خیر. چشم. آدم تأثیرگذاری هستی؟ خیلی سخته که الان بگم بله، ماجراهای بگم نه، هر دوشو بگم به نظرم دروغه دیگه. اندکی بله. مغروری؟ قبلا خیلی، الان نه واقعا، الان نه. این دارم تلاش میکنم، یعنی برای اینکه فهمیدم چیز خاصی نیستم، واقعا فهمیدم با همه وجود. قابل اعتمادی؟ همه تلاشم اینه، همه تمرینم اینه. بله.
بله. آخه این به نظرم چیز دیگه، غلط سواله، نمیشه بله خیر جواب داد. چرا؟ من قابل اعتمادم خیلی. بله. واقعا. الان با یک انش رو سه تا جمله گفتی. نه نه. دارم برای توضیح میدم. آها. یعنی اگر من بپرسی بله. باش. قطعا. بپرسم؟ بپرسم. نه الان نپرسم. چون دعوام کردی. تا حالا حقت ضایع شده. بله. آدم شجاعی هستی. گاهی اوقات بله، گاهی اوقات اصلا. سحرخیزی؟ نه. نه، اینو میتونم با قاطعیت بگم. به نظر تبلیغات از خود یه اثر مهمتر هست؟ چجوری بله خیر؟ نه. در دراز مدت نه. برای مخاطب باهوش نه. برای اثر فاخر نه. آیا تبلیغات مهمتر از اصل اثره؟ خب بله گفتم خیر. سلیقه من نه. سلیقه منو در بیارید. نمیتونه. نه نه نه. نه. آدم پر سر و صدایی هستی؟ نه. ریسک پذیری؟ بله. به نظرت مرد گریه میکنه؟ حتما. بله. باید گریه کنه. بی خود میکنه گریه نکنه. اینو جدی میگم. یعنی چی مرد نباید گریه کنه؟ چیزی تو فرهنگ ما از بچگی به ما مرد که گریه نمیکنه. بسیار آره. حرف غلط و اشتباهیه. یعنی چی مرد گریه نکنه؟ مگه میشه؟ خب. یکم از عصر جدید برامون بگو. این که خب برنامه ایست که خیلی مردم میبینن، دوست دارن، پیگیرن میبینی و خب شما؟ کار سختی. آره آره، من خیلی قسمت ها رو دیدم. خانم نونهالی هم که اینجا دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن، یه کوچولو راجبش حرف زدیم. بله. برنامه به نظرم سختیه. خیلی. یعنی پروسه در واقع تولید و انجامش کار سختی. این ایده اصلا از خودت بود از ابتدا؟ ببینید، استعدادیابی در دنیا که به نظرم شاید نزدیک 70-80 سال داره برگزار میشه. آره، یعنی فکر میکنم نزدیک، یعنی 100 تا کشور که مطمئنم برنامه استعدادیابی داشتن. کشور همسایه ما هم دیگه داشتن این اواخر. نه قطعا یک ایده ایه که زایده تلویزیون و برنامه سازای دنیا است بدون تردید، مثل خیلی اتفاقات دیگه ما. یکی از ماجرایی که سر شروع دوره همی هم من یادم خیلی سر و صدا کرد و بعدم برنامه ما هم خیلی زیاد، یه بحثی راجع به بحث کپی و اینا میشد. نمیفهممش خیلی. تلویزیون چیه اصلا؟ خود تلویزیون مال کجاست؟ روزنامه مال کجاست؟ همین سایت و خبرگزاری که ما الان توش نقد می‌نویسیم مال کجاست؟ تئاتر مال کجاست؟ سینما مال کجاست؟ فکر می‌کنم که تو تلاشی که به عنوان برنامه‌ساز، به عنوان خالق یا سازنده می‌تونی بکنی اینه که بتونی بومیش کنی، بتونی متناسب با فرهنگت کنی، بتونی ایرانیزش کنی. و الا کسی ادعایی نداره که نه من این بکر اومده تو کله من. من یه جای مطمئن شدم که الان موقعی که باید برم به سمت یه شادی بیشتر، یه نشاطی، یه ابتهاجی، یه سروری، یه فرحی برای مردم کشور. برای اینکه گفتم احساس میکردم که دیگه سوژه‌های معاصر داره زیاد میشه. و انتخابم بود که استادیابی بسازم. جسد گریختم تلویزیون اتفاق افتاده بود در سالهای قبلشم. در حوزه موسیقی، حوزه‌های دیگه. دیگه شروع کردیم 6-7 ماه کار جدی کردن تا به این طرح رسیدیم. طرح هم یعنی هسته مرکزیش که مشخصه شبیه برنامه‌های استادیابی دنیاست، اما یه جاهایشو سعی کردیم یه تغییراتی بدیم. برای اینکه بازم حرفمو تکرار میکنم، اعتقاد شخصیمه، میتونه غلط باشه، قاطع نمیگم، قطعی نمیگم، ولی اعتقادم اینه که یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما اینه که آدما سر جاشون نیستن، آدما استعدادشون رو پیدا نکردن، آدما با کارشون حالشون خوب نیست، برای این راندمان ندارن، برای همین خروجی ندارن، برای همین بین و تعطیلین رو به هم میچسبونن که در برن، برای همین تصمیم درست نمیتونن بگیرن، برای همین احساس رضایت و شادمانی از کارشون نمیکنن، برای اینکه کسی نبوده که استعدادشون رو پیدا کنه. و من جز اون دسته کسایی هم که اعتقاد دارم کاشکی وزارت آموزش پرورش
اگر قرار یه بار دیگه نامگذاری بشه بذار اسمشو وزارت پرورش و آموزش، خیلی اهمیت بیشتری داره. یه بخش عمبوی از آموزشایی که من و شما تو دوره تحصیلمون دیدیم اصلا به دردمون نخورد. اون جاهایی که تونستن ما رو پرورش بدن، کسی تونست تأثیر در ما بذاره، نقطه عطف زندگی ما شد. و بلد استعدادیابی هم نیستیم، خانواده نمیتونه بکنه، تو مدرسه همینقدر که معلم شریف ما بتونه تدریس کنه و آموزش بده با این همه گرفتاری و مشکلاتشون، به نظرم کار بزرگی کرده سیستم آموزش عالی ما. همینطور خب کجا قراره استاد بچه های ما کشف شه واقعا؟ و بعد از این برنامه خیلی ها، یعنی در واقع این اتفاق زیاد افتاده که میرسن به اون چیزی که میخوان، یعنی این بله ادامه داره. بله بله, بله طبیعتاً همینطوره. براشون از اون مهمتر من بابت این خوشحالم، اگر فراتر از همه تأثیرهای که عصر جدید به زحمت همه دوستان و رفقای من داشت و بچه‌هایی که مسیرشون رو پیدا کردن، آدم‌هایی که تکون خوردن روبروی قاب تلویزیون که خب من استعداد من چیه، از همه مهمتر برای من پدر مادرایی بودن که به این فکر کردن که استعداد بچه ما چیه، استعداد خود من چی بوده اصلا. این خیلی لحظه تلخیه که حتما یقه هر آدمی زادی رو یا هر انسان خردمندی رو یه روزی میگیره تو 40 سالگی، تو 50 سالگی، تو 60 سالگی که اصلا نکنه جای من اشتباهه و من با وسوسه مثلا ثروت اینجا دویدم، وسوسه شهرت اینجا دویدم، وسوسه دیده شدن اونجا دویدم، واسه حالم خوب نیست، رسیدم ولی حالم خوب نیست، اشتباه اومدم راهو. بعضی شهامت این تغییره رو دارن و بعضی دیگه سر میکنن باهاش. خب چه بهتر که زودتر کسی اصلا خودش پیدا کنه. من بعضی موقع ها انقدر روی این موضوع کار میکردیم و بحث میکردیم، ببین فهم کردم خب این شاگردی که الان تو این بقالیه داره کار میکنه کی میتونه تضمین کنه که این نبوغ بتوون رو نداره؟ کی میتونه تضمین کنه؟ شاید مسیرش رو اشتباه رفته. حتما موضوع مهمیتی. بله، خصوصا در خارج از تهران و در شهرستان ها و در روستا استعدادهای درخشان در همه زمینه ها اینقدر زیاده، ولی ممکنه سالهای سال واقعا کشف نشن و اصلا به قول شما برن توی مسیر دیگری. و سری جدید داره ضبط میشه؟ نه، همین سری دوم و فصل دومونه که ما متاسفانه دو مقطع برنامه رو تعطیل کردیم به جهت کرونا. خیلی هم تحت فشاریم به شدت. این بار شد نزدیک 5 ماه تعطیلی ما و هزینه‌هایی که همتون خبر دارین تو این روزا چه خبره، اوضاع گرونی و اینها، و نمیتونستیم شرکت کننده ما شهرستانی بودن. 90% پروتکل‌ها بود، محدودیت‌ها بود. یه بخشی از شرکت کننده ما گروهیان 50-60 نفرن مریض بودن، خانواده‌ها درگیر کرونا بودن. متاسفانه یه بخشی از بچه های شرکت کننده ما در همین تایم تعطیلی 5 ماهه ما پدر مادر از دست دادن متاسفانه. ولی یه ذره شرایط بهتر شده و ما دیگه ناگزیریم که دیگه شروع کنیم. بعد چند قسمت، یعنی اصلا چقدر تعریف شده این برنامه، برای چند قسمت و تا کی؟ یک فصله که مرحله مقدماتی، مرحله دوم، نیمه نهایی و فینال داره. که امیدوارم فینالمون رو بتونیم تا عید تموم کنیم. بعد تموم که بشه دوباره از ابتدا شروع میشه. باید در واقع، چون این فصل ما این کارو کردیم، یه راستی آزمایی جدی گذاشتیم، 500 نفر اومدن تهران، اول شدن 300 تا گروه این کارو کرد، بچه‌ها مربی‌ها 300 تا رو من خودم با یکی از مربی‌ها دونه دونه می‌دیدیم، 300 تا رو کردیم 180 نفر برنامه رو شروع کردیم. دفعه بعدم حتما همین. من خیلی دوست دارم بتونم سفر برم، یعنی بتونم برم سیستان بلوچستان، بتونم برم کرمان. اگر ماجرای کرونا ان شاءالله خدا کمک کنه و همه کنار هم دیگه جمع بشه حتما این کارو میکنم. بسیار یه آرزوی خوب دیگه هم برای برنامه‌م دارم. برای برنامه آره. به نظرم خیلی باحال میشه. شما فکر کنم موافقین. به نظرتون خیلی به آقای مدیری نمیاد داور برنامه ما باشه؟ ببین من که مطمئنم شما تا کاری نخوای کشتیارت هم بشن شما نمیکنی، ولی من یه سوال دارم. آخه 4 تا داور دسته گل داری اصلا، یکی از یکی نه بهتر؟ این فصل دیگه مجبوریم باشون خدافزی کنیم چون 2 فصل رو باشون رفتیم. آه، یعنی از شروع فصل بله جدید. آره. به من نکتم اینه، این فصلم خیلی بهش فکر میکردم. اعتقادم اینه که بزرگترهای تلویزیون باید اونجا بشینن. مثلا داشتم به طور جدی به شما فکر می‌کردم، به خانم مرضیه برومن فکر می‌کردم، به کسایی که خودشون کلی آدم کشف کردن. یعنی من حداقل میتونم 30-40 تا آدم بشمارم که شما کشفشون کردین تو تلویزیون. خانم برومن همینطور. یعنی بزرگترای استخونداری که
میتونن هم حال خیلی خوبی به اون شرکت کننده بدن که از 1000 کیلومتری اومده، هم میدونن که این آنه رو داره یا نداره. چون من اعتقاد دارم که من یه مثال راجع به شما همیشه میزنم، میگم که به بچه‌ها میگم، میگم که مهران مدیری، چون من به آن داشتن در تلویزیون خیلی معتقدم، میگم اگر یه قاب براش ببندی، قاب مدیوم شات 15 دقیقه، که در اون 15 دقیقه دو تا دیالوگ هم نگه، ممکنه مردم یعنی 90% تماشاش کنن. این یه اینو من چیز ندارم و اینو اصلا بابت اغراق نمی کنم، یعنی راجب آقای مدیری اعتقادمه و باورمه و به دوستان میگم، چون آنه رو آقای مدیری داره دیگه و ما از این از این جنس به شدت کم داریم. برای همین احساس میکنم که جای شما اونجاست، حتی اگر من اون برنامه رو نسازم، حتی اگر من نباشم، شما باید، شما محکومید آقای مدیری به اینکه یه روزی استعدادیابی کنید تو این کشور. شما 3 دهه من تماشاگر بودم، ما تماشاگر بودیم و کار شما رو دیدیم. لطف داری، خیلی ممنونم، با کمال افتخار. با افتخار آقا گفتی شونا. ولی یه لبخندی زدی، فکر کنم تلافی این 5 سال میخواین سرم داریم. من باید 5 سال زنگ بزنم. نه خیلی این به هر حال برنامه‌هایی که ساخته میشه در تلویزیون خیلی حاشیه داره و خیلی منتقد داره. بله حتما. میدونی یعنی خیلی کامنت‌های، یعنی یه تو دوره زندگی می‌کنیم حتما میدونی دیگه، چقدر کامنت‌های نامحترم وجود داره، چقدر حرف‌های عجیب غریب وجود داره و خب این اصلا نمیشه گفت که تاثیر نمیذاره رو آدم. به عنوان یه برنامه ساز، به عنوان کسی که یک برنامه رو میسازه، هزینه میکنه، تهیه کننده از کارگردان، اجرا میکنه یا هرچی، در درون خودت این موضوع رو چطور حل میکنی؟ چون به هر حال عصر جدید همین رو داره، دور همی هم داره، همه برنامه داره. ببینید یه واقعیتی وجود داره، من نمیگم من از این قاعده مستثنا بودم که در گذشته هر حرفی، هر نقدی، هر توهینی به همم نمیریخت. طبیعیه که آدم به هم میریزه واقعا. یه جایی سعی کردم عمیق‌تر به این اتفاق نگاه کنم و اونم اینه که یه قانون نانوشته‌ای وجود داره در مورد من، در مورد شما، در مورد بازیگر سینما یا تلویزیون، در مورد خواننده، در مورد چهره اجتماعی، چهره سیاسی که پذیرفته من خودم رو در معرض قرار بدم که دیگران من رو ببینن، قضاوت کنن و هر چی خواستن بگن. چون یه انتخاب دیگه هم وجود داره که نباشیم. درسته. تو خونه زیر پتو یا یه کاری ناشناس، بدون مثلا اینکه حالا جلوه‌ای داشته باشه یا آدم‌ها بخوان راجبش حرف بزنن یا هیاهویی داشته باشه. پس وقتی من پذیرفتم که در قاب تلویزیونی که متعلق به هم است یه برنامه بسازم و اجرا کنم، همه اونها این حق رو دارن که راجع من اظهار نظر کنن. من با این بخشش اصلا مشکل ندارم به هیچ وجه، حداقل جدیداً تلاش کردم این کار رو بکنم و حقشون میدونم. مشکل من از یه جایی شروع میشه که اعمال نظر، نه اظهار نظر. یعنی مثلا مدیر مثلا برق یه شهری احساس میکنه که میتونه راجع به برنامه سازی مهران مدیری نظر کارشناسی بده، در صورتی که شما هرگز راجع به اداره برق اون حرف نمیزنید. درست. این یه بحث، یه چیزی هم لای صحبتهای شما بود که اون به نظر من یه موضوع دیگه، یه کاملا اصلا مهم نیست که من دارم به کی فحش میدم، مهم اینه دارم فحش میدم. من یه مستندی می ساختم راجع به خشونت و راجع به قتل‌های خانوادگی در زندان. به سرانجامی هم نرسید این مستند. خیلی آقای مدیری برای من تکون دهنده بود اون 6 ماهی که من رفت و آمد می‌کردم و با این آدم ها حرف می‌زدم. ببینید یه اتفاقی داره می‌افته به نظرم قابل تأمله و اونم اینه که مثال می‌زنم. آقای مدیری، یه کنشی شما دارید نسبت به من که از خشم شما نشأت میگیره. حتما من به عنوان آدمیزاد واکنشم به شما به جای اینکه درش تدبیر و تأمل باشه، بلافاصله از خشم من به شما یه واکنش نشون میدم. برمیگردن پینگ پونگ سمت شما و شما واکنششون میدین، باز خشم. یعنی ما دائم داریم باز تولید خشم میکنیم. شما اینو تو خانواده ها میبینین، تو سر کار، تو اجتماع میبینین. یه بخشی یه حرفی دارن، یه کنشی نشون میدن از سر ناراحتی و جواب واکنش هم از سر خشمه. و تا مادامی که یه لحظه استاپ اتفاق نیفته، تأمل، تدبیر، خرد،
این عینه یه دومینوی هی ادامه پیدا میکنه و سرک میکشه تو خانواده، سرک میکشه و این خشمه میره تو خونه. این من بعضی موقع دیدم که بعضیا میگن فضای مجازی، به نظرم مجازیه اینا، اتفاقا من نظرم اصلا این نیست. حقیقت اوریان جامعه ما در فضای مجازیه. اون آدمی که داره فحش میده به من، به اون خواننده، به شما، به هر کس دیگه، اون یه مشکلی داره، اون یه کمبودی داره، یه دردی داره که هیچ کس به درد اون فکر نمیکنه، یه جایی خوشو خالی میکنه. مثل من مثال ساده بزنم، ما که خیلی اجرا میکنیم و ملزمیم که خیلی آداب و رعایت کنیم چون این حرفه میطلبه اینو. تو جمعای دوستانه اتفاقا خیلی اهل بگو بخند و نمیدونم لیچار گفتن و یه جایی بی ادبی کردن هم هست، یه جایی آدم بیزاد به خوش خالی کنه دیگه، مگر کسایی که دیگه خیلی فاضلن، خیلی عالمن، خیلی عارفن. ولی قاطبه جمعیت همین شکلیه و به نظر من نظرم اینه که ما معضل بسیار بزرگمون خشمه. و برمیگردم به بحث قبلیمون، خشم بعضی موقع از این نقطه سرمنشأ میگیره که آدم ها سر جای خودشون نیستن. درست. خب خسته شدی؟ نه اصلا. چند تا کلمه میگم، یعنی انتخاب کن بین اینا، کارگردانی، بازیگری. حتما کارگردانی. ماه عسل، عصر جدید. الان حتما عصر جدید، ولی در اون تایم حتما ماه عسل. عشق، احترام. هیچ کدومش بدون هم به نظر معنی نداره. عشق بدون احترام، احترام بدون عشق، مکمل هم دیگه. یه دونه رو تو همه اینا بگو اصلا برای دل من، حتی اعتقادم اگه نداشته. حالا شب یا روز؟ اون که شب، ولش کن. من یعنی شب. شب شب خب خیلی من. اینا رو چقدر خوب میگم، ببین راضی. خیلی من. دریا، آسمان. دریا. دریا. انیمیشن، فیلم. 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 خب نمره هم میدید به؟ نه نه نه، حسد نمی کنم. خیلی 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 سوال دارم، خیلی خیلی میتونیم با هم بیشتر حرف بزنیم، ولی خب حالا به خاطر محدودیت برنامه و غیره که میدونی تایمش، اما میخوام اون خیلی مهم ها رو بپرسم. اگر این سوال رو از همه مهمانان عزیزی که میان اینجا میپرسم، و سوال مهمی، اگر اختیاری داشتی در ایران در این شرایط اقتصادی و غیره میتونستی یه کاری برای مردم انجام بدی، اون مهمترینش چی بود؟ فکر کنم میتونم از همین حرفایی که با هم زدیم یه چیزی رو وام بگیرم و بازم تکرار میکنم، یه ذره فانتزی، یه ذره رویاییه، و اونم اینه که اگه یه قدرتی داشتم که حتما احتیاج به علمی داشت، احتیاج به دانشی داشت، احتیاج به حمایتی داشت، که یک روزی یه قدرت جادویی آدم داشته باشه و آدمها رو از سر جایی که هستن و بیکفایتن برداره و این آدمی که اینجاست و کارکردی نداره و اشتباهه و غلطه بر سر جاش بشونه. به نظرم تنظیم شدن این کرسی ها، این صندلی ها، این میزا، هر کی سر جای خودش قرار بگیره، یه نظم درخشانی رخ میده. این از به درخشانی واقعا رخ میده و ما آفت بزرگمونه، چون اون آدمه داره یه جای کار میکنه که دوستش نداره. چرا اونجاست نمیدونم، چرا ادامه میده نمیدونم، تو همه حوزه‌ها، تو همه ساحت‌ها، من منظورم ویژه فقط سیاست نیست، همه جاست. خب تو وقتی این کارو دوست نداری و این کار داری مشغول میشی و مرتکبش میشی، معلومه هیچ خروجی جذابی نداره. نمیدونم، این که میگم واقعا بخش فانتزیش بیشتره، که یعنی عصایی که بزنی به همه آدم ها برن سر جاشون قرار بگیرن. به نظرم فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. درست. آرزوشو دارم. خیلی هم عالی. و چیزی هست که در گفتگومون نبوده باشه دوست داشتی اینجا راجبش حرف بزنی؟ نه، چیز خاصی به ذهنم نمیرسه الان. فقط فکر میکنم راجب این روزها حرف بزنیم. نمیدونم برنامه‌مون کی پخش میشه، ما ابتدای زمستون رو داریم با هم حرف میزنیم. امیدوارم که واقعا، چون من هنوز پیرامونم کسایی رو میبینم که باوری به این بیماری ندارن و خیلی متاسفم از این بابت. من هم در اسفند 98 جزو کسایی بودم که هیچ کس پیدا نمیکردم، گفتم یه شاید توهمیه، اما خیلی عزیز از دست دادیم واقعا. من دوست پزشکی دارم که این بیماری رو گرفت،
همسرش گرفت و مادرش ازش گرفت و مادرش فوت کرد. و این آدم دیگه سرپا نمیشه، یعنی نمیتونه بلند شه، آدمی که 9 ماه 10 ماه برای کرونا جنگید. من فکر میکنم جز اون بخش از تاریخ هر کدوم از ماست در این دوران، چون هممون باید به این باور برسیم که شاید کرونا بتونه دوران زندگی و زیست ما رو به قبل و بعد خودش تقسیم کنه. حتما یه محاسنی هم داشته ها. الان به نظرم چون شما فکر کنم شبیه من، این شکاف دیجیتالی که هممون داشتیم خیلی بلدش نبودیم، مجبور شدیم دیگه کار کنیم. این خودش بد نیست. یا اون انسان تنهایی که وجود داشت الان حتی تو بعضی مواقع تو ماجرای مثل عاطفه و مهر و محبت و اینا عمیق‌تر شده، یعنی اومده سر جاش قرار گرفته. واقعا اگر کسی حال کسی رو میپرسه دیگه نگرانشه که ممکن بود سال به سال خبر نداشته باشه. کرونا جزو ماجرایی که بدون همدلی نمیتونه این زنجیره از بین بره. خیلی مواقع یک درد، یک گرفتاری کسی داره، ما کنارش بی تفاوت رد میشیم چون ما ربطی نداره. این چون زنجیره است، اصلا این خبرا نیست که مثلا اون پول داره، اون کار درسته، اون نمیدونم آدم خفنه، دنبال زندگی خودش باشه، اون یه جور دیگه باشه. نه، یا این زنجیره باید درست کامل بشه یا این ماجرا هست و یه حقیقتیه که همه چی را مخدوش کرده واقعا بدون تعارف. به نظرم امیدوارم، نمیدونم کیه، واقعا نمیدونم، امیدوارم که زودتر خداحافظی کنه، با یه خداحافظی از دنیا هممون خوشحال کنه. امیدواریم که این روزهای سخت بگذره. و آخرین سوال اینه که احساس خوشبختی داری؟ اگه الان بخوام من یه چیزی همیشه میگفتم بهش، خیلی چون طبق همون حرفی که به شما زدم گفتم در گذشته یه حرفایی من میزدم بیشتر شبیه نشخوار کردن بود، کوچولوتر بودم، بچه تر بودم، یه چیزی میخوندم میدیدم و بهش فکر نمیکردم و حرف میزدم. یه جمله پیدا کردم خیلی گذشته میگفتم، امروز فهمیدم چقدر درسته تو این ایام و روزگار. میگفتم خوشبختی فاصله بین دو تا بدبختیه. یه مثالی برای دوستان میزنم همیشه، میگم ما بچه تر که بودیم، شاید شما تجربه کرده باشین، تو استخر و دریا یه شوخی داشتیم، سر هم دیگر میگرفتیم، آب میدادیم، میبردیم زیر آب، وای میستادیم تا جایی که دیگه این حبابا میزد بیرون، میبردیمش بالا یه نفسی بکشه، باز میبردیم زیر آب. به نظر من خوشبختی اون فاصله هست، همون فاصله اون نفس عمیق کشیدن است. برای اینکه دنیا همینه، عزیز آدمو میگیره، بیماری سراغ آدم میاد، ورشکست میشه، شکست میخوره، پشت درگیر میکنه، حقش ضایع میشه. این واقعیت است. ولی اینکه آدم چقدر باهوش باشه و خودش رو بشناسه که این فواصل بین این رنجا رو بشناسه و ازش لذت ببره و احساس شادمانی کنه، اون به نظرم احساس خوشبختی واقعی و به خود آدم برمیگرده قطعا. خیلی ممنونم. مخلصیم آقا که بالاخره آمدی. با افتخار. قربونت برم. دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم که اول همیشه سلامت باشی در کنار خانواده. خیلی گفتگوی جذاب و عمیقی بود و این در واقع تضادهای ذهنی حل بشه، به آرامش بیشتری برسی. همه ما یک کوچولو بگم آقای مدیری، یک چیزی که بسیار منو آزار میده و اینو در نهایت صداقت این روزها هم براتون میگم، نمیدونم از کجا این نقل مرسوم شده که آدمهایی که در دایره و تبار شهرت محسوب میشن الگوهای مناسبی هن. اون مجری، اون فوتبالیست، اون ورزشکار، اون خواننده است. به هیچ وجه اینطوری نیست. یعنی من از بابت رفقام و اینا حرف نمیزنم، یعنی بعضی موقع به خودم خیلی آزار میبینم وقتی یه پدر مادری رو تو خیابون میبینم و تو لحظه به بچه‌شون، به پسرشون میگن که تو باید شبیه احسان علی خانی شو. ببین من حالم تو اون لحظه از خودم به هم میخوره، به دلیل اینکه من اعتقاد دارم ما هممون در تنهایی صادق ترینیم با خودمون و انقدر عیب و ایراد و ماجرا و مشکل داریم که اگه تمام زمانمون رو سپری کنیم برای رفع ایرادات خودمون، اصلا زمانی پیدا نمی‌کنیم که برم سراغ ایرادات آقای مدیری. و دوست داشتم واقعا توی تیریبونی بگم که نه، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا شهرت چون یه جای شغل این صنف میشه، آدم ها از خودشون غافل میشن که من جواب شما رو بدم که به خودم نمیتونم، نتونستم برسم و الان فهمیدم چه غفلتی کردم. پر از اشتباه و غلطم، غلط های ترسناک در گذشته، در حال و در آینده بدون تردید، با ایرادات جدی، با ماجراهایی که شاید اگر کسی ببینه حالش به هم بخوره، ولی این واقعیت و من هرگز خودم رو احساس نمیکنم که میتونم برای جوانی الگو باشم. این یه شوخی مضحک توخالی کاملا. چرا جنگجو بودن آدم‌هایی که به موفقیت میرسن میتونه جذاب باشه و یه مسیری رو نشون بده، و
ولی اینکه هر کی شهرت داره مثل ما میتونه الگوی مناسب باشه، بسیار حرف غلطی. متشکرم. من خواستم کاری بکنم، می‌خواستم یه ذره با شما راجع به دو قسمت آخر دورهمی با شما راجع به دورهمی حرف بزنم. بگو. زمان نداریم؟ چرا برو؟ آه؟ چرا؟ دوست داری یه ذره حرف بزنی؟ خدافظی می‌کنین دیگه ها؟ چرا آره؟ تموم یعنی دورهمی؟ تموم شد. کلاً تموم؟ دیگه دا... یعنی کار نمی‌کنین فصل بعدی فلان؟ اصلاً تموم، آره. سری پنجم یه توضیح دادم که من فکر کنم بعد موقع اومدم. نه. نه سری پنجم که اصلاً این نیست. اصلاً کلاً یه چیز دیگه است. این برنامه یه شکل دیگه است. اصلاً خب اگه زمان نداریم که هیچی، می‌خواستم یه شیطنتی بکنم. داریم بگو بگو. نه خب اگه دیره میخوان برن و اینا دیگه نه. نکنیم کارو. نه. دوست دارم بدونم چیه آخه. دوست داریم بدونی؟ شما دیرتون نیست؟ نه؟ حرفمو قبول می‌کنی؟ گوش می‌کنی؟ می‌خوای جامونو عوض دوام نمی‌کنی؟ نه اصلا. نه. می‌خوام جامو عوض کنم. همین نه شما چیز دیگه گفتی. جامونو عوض نه راجع به حرفا و سوالای شما و اینها، راجع به دوره همی زرف شما دیگه نیست این فضا، درسته؟ آره آره راجع به دوره همی آره هستم حرف بزنیم باشه؟ آره عوض کنیم جمعه بیا الان فهمیدم این صندلی شکنجه است. اون گوتر از استخر شیرودیه. آره واقعا. چرا برای همین شما مهمونتو میندازی میره تو گودی از این بالا نگاش میکنیم چرا من روی این نشستم؟ این لیوان توه؟ بله بله همون لیوان. بله آقا چند قسمت دوره همی رفتی شما قربان؟ 311 قسمت در 5 سال. الان این که من هستم 312 311 همیه. آها 5 سال یعنی از 94 اسفند 94 چطور بود براتون تجربهش؟ دوستش داشتید؟ خیلی دوره همی خیلی من رو به مردم نزدیکتر کرد، بیشتر از همه سریال ها، مجموعه ها، کارهایی که کردم، و بیشتر بهم کیف داد چون خیلی خیلی این نزدیکی من با مردم خیلی زیاد شد، یعنی این خیلی به هم نزدیک شدیم و خیلی برای من با ارزش بود. خیلی الان انتخابتون بین سینما و تلویزیون چیه؟ سینما؟ الان این دوستان کار سینمایی کنید. آره. بعد یه چیزی بپرسم، مهمونایی هم داشتین تو دارمی که اصلا دوستشون نداشته باشین؟ خیلی زیاد. جزمن. خیلی زیاد. واقعا؟ خب چرا میگی؟ جستو؟ آره. جستو نه. خب چرا میآوردیشون؟ آره مهمونایی داشتم که اصلا دوست نداشتم و مردم هم فهمیدن. آها یعنی میخوام بگم مخاطب میفهمی؟ اصلا کامنت هایی که یعنی هزار تا کامنت بود که اصلا از لزگه نشست معلوم بود خوشت نمیاد. سلیقه شخصی من بوده که با افکارشون، با نوع برخوردشون و با چیزی که ازشون میدونستم نه دوستشون نداشتم. که خب این خیلی شخصیه. ولی نشون میدادید که دوستشون ندارین؟ من اصولا دست خودم نیست. یعنی ربطی به این برنامه نداره. گفتی نگاه نمیتونی بکنی به طرف. میدیدم. بعضی موقع شما خیلی سرتون پایین بود. آره بیشتر. من هیچ ارتباطی نمیتونم و همه میفهمن که من میماسم اصلا. به من خوب نگاه کردین. آره. خیلی. سعی کردم که بهت خوب خیلی نگاه کنم. سعیمو کردم. خیلی زیاد. ولی معلومه من یهو میریزم. اصلا نمیتونم بازی کنم، خودمو جمع کنم. بگم که نه تو من خیلی دوستت دارم. تو زندگی عادی هم اینجوری خیلی معلومه. بعد انتخابتون بین اجرا، بازیگری، کارگردانی چیه الان؟ کارگردانی. بعد که داریم شروع میکنیم از دو روز دیگه. خب حالا نمیگم. یه چیزی بپرسم از شما. داشتم فکر میکنم شما ساعت خوش رو چه سالی ساختین؟ 73. یعنی چند سالتون بود اون موقع؟ 26-27 سال. 26-25-6. خیلی عجیبه برای آدم 26-27 سال بتونه ساعت خوش جمع کنه. نه خیلی خیلی گروهی بود اون کار. اونا خب چرا الان ما نمیدیم مثلا یه پسر دختر 27 ساله بتونه کار جمع؟ نمیتونن یا در اختیارشون نمیذاریم یا کمکشون نمیکنیم؟ من همین الان فکر میکنم بهش، به نظرم چون واقعا یه چیز عجیبی بود ساعت خوش برای آره، خودش. آره ولی واقعا حاصل یه تلاش گروه بود، یعنی بچهای بسیار فوق العاده ای که هم بازیگر و هم تیم نویسنده هم کسایی که پشت صحنه فعالیت میکردن خیلی خلاق بودن، خیلی گروه خلاقی بودن و به خاطر اون بود که اینقدر اتفاق گرفت. حتما. یه چیزی رو ناقص گرفتم از نکته که شما فرمودید.
درخشان ترین اتفاق دور همی برای شما چی بوده؟ ارتباطتون با مردم؟ خیلی نزدیک شدم به مردم. چون 5 سال شوخی نیست چیزی رو ادامه داده. آره. چون در واقع اگه چجوری بگم مثلا در طول میتونی با یه مثال و مصداق بگین که یه واکنش دیدین که احساس کرد آها درسته جام درسته میخوام ادامه بدم. 5 سال خب کم نیست. آره. میدونی چند تا مورده. از وقتی دوره همی شروع شد نوع برخوردها توسط مردم با من عوض شد. خیلی مشهود بود. خیلی مشهود. چجوری نگام کردم یعنی بشه؟ خب قبلش با من حالا کسی که سریال میسازه بازیگر کارهای طنز یا سریال کارهای طنز خب اونم جایگاه خودش رو داشت. ولی دوره همی اصلا یک رابطه عاطفی میان من و مردم انگار برقرار کرد. برای اینکه سعی میکردم اینجا از مشکلات بگم، از دردها بگم، از مسائل سیاسی اجتماعی بگم، از مسائل فرهنگی و غیره. و بعد از یه مدت خیلی کوتاهی دیدم که چقدر حس مردم عوض شده و نزدیکتر شدن و همین و چی از این بهتر و دوست داشتنی تر که یه برنامه این کارو بکنه که تو انقدر به مردم نزدیک شی. یعنی تمایل ندارین دیگه برگردین به یه همچین فضایی؟ خب ببین بعد از 311 برنامه و بعد از حدود 5 سال یه هوایی باید مغز آدم بخوره دیگه. ممکنه آره ممکنه 3 سال دیگه فکر کنم یه جور دیگه به همین در واقع مسائل بپردازم در یه برنامه، ولی الان فکر میکنم دیگه مردم یه ذره خست، حتما یه برنامه خسته کننده میشه، دچار ضعف میشه، دچار افت میشه بعد از اینکه هی تکرار میشه. میخواین سریال کار کنین شما؟ آره، ولی من یه سریال شروع کردم و مشغولم، ولی سری 5 دوره همی توضیح دادم که یک مسابقه خیلی عجیب غریبه که فرهنگی، هنری و ادبیات و تاریخ فقط. دوام نکنی چیز دیگه هم بپرسم جان. این یکی دو تا سریال آخر شما به اندازه قبلی ها نگرفت و جذاب نبود؟ چرا؟ دو تا سریال مثلا درهاشیه دیگه چی؟ درهاشیه مثلا پشت صحنه هاش بانمکتر خود سریال بود. دیگه چی؟ چون من گفتم آره قبول کردی یعنی؟ آره آره. چقدر خوشحال شدم. آره. ببین در حاشیه رو میگم. آره در مجموعه هم هر کارهایی که آدم ها میکنن به هر حال از 10 تا مثلا 5 تاش خوبه، 2 تاش متوسط، 3 تاش افتضاحه. تو کار همه ما این هست. این بستگی به شرایطی که داریم توش کار میکنیم هست، این بستگی به گروهی که باش کار میکنیم هست، این بستگی به حال و روزی که به لحاظ روحی اون موقع خودت داری هست، و یکی دیگه اجبار. یعنی توی تایمی شما کار نمی‌کنین، بعد یه ذره گرفتاری مالی مثلا میگم پیدا می‌کنین، بعد میگین چه کار کنم، بعد با اولین پیشنهاد میگین بله، بعد تیم نویسنده خوب نمیتونی بچینی، نمیدونم و و خیلی. من خیلی از سریالام خودم اصلا دوست ندارم، اما در حاشیه جدا از موضوع طنز و کیفیت که اون یه بحث دیگه است، کار بسیار تاثیرگذاری بود. یعنی رابطه پزشکان و بیماران رو عوض کرد. این رو خیلی از مردم گفتن، خیلی از پزشکان گفتن. اولش خیلی جنجالی شد. آره جنجال شد. خیلی از مسئولین هم گفتن. رابطه بیمار و پزشک عوض شد. بدون اینکه ما قصد توهین به پزشکان و پرستاران و پرسنل رو داشته باشیم، همیشه هم تو برنامه دوره همی گفتم، مدام هم قربون صدقهشون رفتم، جامعه بدون پزشکان، بدون پرستاران، بدون پرسنل اصلا به حیات خودش نمیتونه ادامه بده. منتها اون کار یه فوائدی داشت، دست یک چیزایی قطع شد. ولی تو همون تعریفی که من از شما کردم، اون آنی که راجع به مهران مدیری همیشه راجعش حرف زده میشه، انگار اون آنه شکل نمی گرفت، اون یخه انگار آب نمیشد در آشیه. اون چند تا کار دیگه هم که گفتین دوست ندارین میشه بگیم برامون؟ خیلی باحال اگه بگیم. نقطه چین؟ نقطه چین رو دوست ندارید دیگه؟ جایزه بزرگ. و شاید یکی مثلا نمیدونم شاید چون اگه ساخته اونی که خیلی بیشتر دوست دارین چیه؟ خیلی براتون عزیزه. اول قهوه تلخ. آها. و شب‌های برره و پاورچین. پاورچین و مرد 1042، مرد 1000 چهره و 2000 چهره، هیولا، اینا رو خیلی دوست دارم. اونا خیلی کارهای خوبی بوده. یعنی ما الان باید منتظر چی باشیم از مهران مدیری؟ بهمون بگین دقیقاً. الان داره هیولا ساخته میشه. هیولای 2. هیولای 2 رو می‌سازه.
و بعدش هم دوره همی تبدیل به این مسابقه خواهد بعدش همون سری پنجمه که اصلا با یه شکل جدید میاییم. بعد سینما میخواین کار کنید یا نه؟ حتما حتما. بعد از فصل پنجم دوره همی دیگه موقع فیلم سینمایی. بسیار عالی. آقا من تا پشت میز شما نشستم تکلیفم معلوم کنم و بریم با هم بریم بندگان خودم دیرشون شد. یک، داور عصر جدید میشید یا نه؟ ببین خیلی خیلی دلم میخواد حتما ولی خب بذار مثلا با بله خیر جواب من خب من باید یه روب راجبش فکر کنم. آقا من کی گفتم؟ یه ساعت پیش گفتم دیگه، درسته؟ نه خب من که مشغول حرف زدن و پرسیدن و نریم پنج سال بعد جواب من ندی. واقعا خیلی زود. آقا خیلی من. زود آره خب. چرا که نه با کمال. چیزی دوست دارید از آقای مدیری بپرسم؟ نه واقعا کار بسیار جذابی الان. پنج سال چی؟ بپرسم اینا رو یا نپرسم؟ احساس خوشبختی؟ این سوال مهم به شما. احساس خوشبختی؟ الان احساس خوشبختی میکنی؟ این پاسخ رو خیلی از مهمانها دادن و به نظرم درست‌ترین پاسخ بوده. احساس خوشبختی عمومی است. جمعیه. و اگه تا اون نباشه نه هرگز. مخصوصا تو کرونا خیلی به ما اثبات شد. بله. اصلا تو خوب باش، سالم باش، وضع مالی خوبی داشته باش، دور و برت، شهر، جامعت، همسایت، اقوامت. آره اصلا به درد نمیخوره. اصلا یه نکبتی میشه اون چند تا امکاناتی که داری، نمیتونی ازش لذت ببری، به حال خوبی داشته باشی. آره. سوال دیگه‌ای هست؟ چیزی بخواین بگم که نه من بهترشو میگم. آره؟ دوست داری چیزی بگین که تا الان نگفتین؟ فکر کنم چیزی که تا حالا نگفتم. خیلی چیزا هست که تا حالا نگفتم. دوست داشتین رو این صندلی بشینید بگید. خیلی زیاده که نگفتم. یه روز میگم بالاخره. نه الان یه تیکش یه چیزی برام بگید الان. یه چیزی که فکر میکنین تا الان تو دوره همی تو این پنج سال نگفتیم و تو دلتون مونده. راجع به هر چی. اگه اختزار روزم داشته باشه باحال‌تر، به درد بخورتر حتما. یه روزی میگم. نمیتونی بگید. بسیار. آقا خیلی ممنون. ممنون هستم. خیلی لطف کردین تشریف. آرزوی سلامتی دارم برات. روز به روز درخشان‌تر از این. نه شما بیاید اینجا. نه فرق نمی‌کنه. نه شما بیاید سر جاتون. ما می‌خوایم، من یه خواهشی هم دارم، واقعا فکر می‌کنم که پنج سال زمان مفصلی محسوب میشه. یعنی یک برش مهمی از زندگی هر کسی، از هر هنرمندی واقعا. پنج سال شما شبانه روز وقت گذاشتیم برای دور همی، یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیون در این پنج سال. نه دیگه بشدم دیگه خوش. بشینم اونجا با سوال میکنم. نه نداره و حرف آخر. من بشینم روی این سوال میکنم. نه نداره. بذار یه چیزی بگم. آره حتما. گفتی رو بگم. و اینکه ما منم مثل تو شدم ول نمی‌کنم چون دیدین مالو صندلی گوده. آره این آدم توش عمیق میشه، دوست داره حرف بزنه. به من اینجا هیچ حرفی نمیزنم. و اینکه به هر حال به نظرم دوره همی فایده هاش بیشتر از ضرر هاش بوده، اگر منصفانه قضاوت کنیم. من نمیخوام از برنامه خودم تعریف کنم، ولی فایده هاش در طول این سالها به لحاظ روحی تأثیری که گذاشته، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی اجتماعی، فایده هاش بیشتر از ضرر هاش بوده. آرزوی سلامتی دارم. باز میخوام یه چیز دیگه تو کلم اومد. شما این کار و زندگی نداری؟ نه. بگم بریم. شما گوشی تو گوشتون هست، درسته؟ بله. این خیلی کاره. میدونم به لحاظ فنی سوال میکنم، یعنی شما همزمان میتونید بشنوید و حرف بزنید؟ دیگه سعیمو میکنم. یعنی تمرکزتون رو به هم نمیزنه؟ چی کار کنم؟ من نه مثلا بعد زمانی که دارید استنداپ اجرا میکنید چیزی میشنوید؟ دارید اجرا میکنید؟ آره یعنی حالا میخونن در حد یه واژه باشه، یه جمله باشه. آره مجبورم، یعنی هم بشنوم در جا بگم. آره. بعد تو اون لحظه که دارید میشنوید دارید حرف میزنید یا سکوت میکنید؟ نه دارم حرف میزنم، همزمان میشنوم و حرف میزنم. نه بابا. خیلی چیز عجیبیه. سخت خیلی.
به جان تو شام بمون. همه این جمع فردا شب خونه ما. خب من یه چیز کوتاه بگم بریم آقا. بله حالا امید فکر می‌کنم که حتما این استحقاق آقای مدیری و همکارانشون دارن بعد از 5 سال. این شب آخره که شما اینجا نشستید و افتخار هم دادید. مطمئنم تماشاگرای درجه یک و پروا قرص دور همی منتظر بازگشت آقای مدیری و تیمشون هستن با یک کار جدیدتر، همون مسابقه که ایشون نویدشو دادن. اما به پاس این 5 سال تلاشی که مطمئنم عاشقانه ایشون انجام دادن برای دور همی، فکر میکنم میتونیم بهترین دست این 5 سال برای آقای مدیری و تیم. حسن نباشید. همه شما گرد. من برم. متشکرم. متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون از لطفتون. خیلی متشکرم. احسان جان عزیزم خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی شب جذاب، گفتگوهای جذابی کیف کردی. امیدوارم همیشه بدرخشی، سلامت باشی و واقعا بهترین ها رو برات آرزو میکنم. خیلی حسن ختام خوبی بود حضورت برای برنامه. با افتخار. خیلی ممنون. متشکرم. شب بخیر. خیلی ممنون. مرسی. سلام. تلوانگ مرغ داره که روزی یه تخم میذاره و هفته ای یه تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته‌بندی رو به این شماره بفرستید و هر هفته یک تخم طلای 50 گرمی جایزه بگیرید. مورینگا امو زیبایی. عید نوروز و میهن غرق شادی و شور و حاله، بهار از راه میرسه و بازم وقت تحویل ساله. ای هم میهن عزیز، عید نوروزت مبارک، هر جا که هستی دلت شاد باشه و تنت سلامت. از میهن به هم میهن، نوروزتون مبارک. سال 1400 بر همه هممیهنان مبارک. با عشق و مهر هممیهن 50 ساله شد میهن. از قدیما و ندیما هستم کنار شماها، تو تنهایی یا که تو جمع، با غذاهای رنگ برنگ، چلو پلو ساندویچی یا قرمه های جور و جور، مزه ناب مجلسم، نشستم تو سفرتون، طعم خوش زندگیم، آبلیم آبلیم. دوغ اول آبلی. شرکت طبیعت نظر به استقبال گسترده شما هموطنان عزیز از محصولات غیر تراریخته 3 فاز تولیدی جدید ایجاد نموده است. فاز اول، افزایش 2 برابری ظرفیت تصفیه روغن از 500 به 1000 تن در روز. فاز دوم، افزایش ظرفیت وینترایز جهت تولید بیشتر روغن‌های غیر تراریخته از 200 به 700 تن در روز. و در فاز سوم، تولید روغن‌های خاص خوراکی و مارگارین. طبیعت در مسیر پیشرفت. روزهای خوب و خوشبخت، حال خوب و خوشبخت، طعمهای خوب و خوشبخت، خوشبخت در کنار هم. آن از غذای بیماران. غذای بیماران، ببخشید، غذای بیمحرام غذا نمیشه. محرام خوشمزه و خوشنام.
من اومدم، امسال دیگه سال منه، سال سلامتی، چون سبا سلامتی میاره. امسالم یه عالمی جایزه داریم براتون. سبا سلامتی میاره. من به دنبال زیبایی بکرم، زیبایی که اصیل و ذاتی باشه. در دل یک زیبایی اصیل و بکر باید چای اصل نوشید. اصل چای همینه، شهرزاد. چای شهرزاد قرمز 100% طبیعی. سال نوی همه تو مبارک. نگفتی عید کجا رفتی؟ ما که عید امسال کویریم. تو که راست میگی، اونجا کویره. تازه بچه ها هم تو کویرن. عید امسال همه تو کویرن. کبیر کار و موتورهای ATV، دوچرخه های کبیر موتور در اندازه های مختلف، اقساط 14 ماهه بدون کارمزد. کبیر موتور، تمایز در حرکت. شکلات سنگی پارمیدا، پارمیدا طعم واقعی شکلات. چه یخچال بزرگی، چه قشنگ است و چه زیبا. دو قلو باشد و یکتا و فضایی که بزرگ است و مهیا و مجهز به یکی مخزن مخفی جهت آب و بهینه شده در صرف انرژی. یکی یخچال نیکو که برازنده هر خانه و کاشانه و ویلاست در این عید که زیباست، بهاری که مصفا. سال نو مبارک. دی پوینت، شایسته خانه تو. براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت، پر از آرامش، پر از اتفاقهای خوب، پر از لحظه‌های شیرین، پر از سلامتی، پر از شادی، پر از غذاهای خوشمزه. سال نو مبارک. محصولات غذایی ساوین. سال و حالتون تو اصالت طعم ماوشعیر با تخمیر طبیعی مالت جو. ماوشعیرهای هیگه. اکشن شما را به تماشای ادامه این برنامه دعوت میکنند. خسته شدین. برنامه خب هم جذاب هم طولانی بود، ولی سعی میکنم که کوتاه کنم که خستتون نکنم. حاضریم یقه تمام منتقدان جهان رو بگیریم، نیمی از عمرمون رو به شکایت و شکایت کشی اختصاص بدیم، اما یه عذرخواهی ساده نکنیم. من بیام جلو، عذرخواهی کردن یک فرهنگ. تقریبا بعد از هر برنامه به من میگفتن فلان شخص گفته اگر مدیر عذرخواهی نکنه شکایت میکنیم. آقایان، خانم ها، من عذرخواهی میکنم. از طرف همه اونهایی که از طرف من عذرخواهی کردن، عذرخواهی میکنم. از همه اونهایی که از طرف من از دیگران عذرخواهی کردن، عذرخواهی میکنم. بابت این دکور، این در و دیوار که سانت به سانتش کپی از برنامه‌های دیگه بود، عذرخواهی میکنم. بابت این پاچه شلوار که گشاده، عذرخواهی میکنم. البته من همیشه معتقد بودم و هستم که شلوارهای من گشاد نیست، شلوارهای دیگران تنگه. از تمام مهمانان برنامه عذرخواهی میکنم، به خصوص اونهایی که اومدن و برنامهشون به هر دلیلی پخش نشد. یکیشونو یه بار شب دعوت کردم خونه، گفتم امشب قراره برنامه پخش با خانواده، بیا با هم ببینیم. اومد
دیویدی برنامه رو یواش گذاشتم تو برنامه با هم دیدیم. هی میگفت اینجای حرفامو من اصلا فکر نمیکنم پخش کنن. گفتم نه بابا دیگه اینجوری هم نیست دیگه، پخش میکنن. فرداش زنگ زد گفت مهران خیلی عجیبه، هیچ کس ندیده. گفتم الکی میگن، مثلا میخوان بگن ما تلویزیون ایران نمیبینیم. خلاصه این دم آخری از همه عذرخواهی میکنم. و حرف آخر، رسیدیم به آخرین کلام از کلام آخر دوره همین. میخوام بگم که کرونا به هممون ثابت کرد بدون مردم هیچی نیستیم. من خودم واقعا توان اجرا در سالن خالی از تماشاگر رو نداشتم. 10 بار امتحان کردم. کاملا برام بی‌معنی و غیر قابل تحمل بود. وقتی مردم حذف میشن میبینی هر کاری میکنی جلو نمیری. بدون مردم همه چیز معنی واقعی خودش رو از دست میده. دور همی با صندلی‌های خالی غم‌انگیز بود. فوتبال در استادیوم خالی غم‌انگیزه. این شاید یه تلنگری بود که بدونیم بدون مردم اصلاً عددی نیستیم و خیلی زود فراموش میشیم. دلم لک زده که وقتی از در اینجا میرم بیرون 2000 نفر جلوی در وایساده باشن. و و و دوستان، رفقا، وقت خیلی کمی داریم برای دوست داشتن هم دیگه. روی همین صندلی عزیزانی نشستن، خیلی ها که دیگه در این جهان نیستن. برای همتون سلامتی آرزو میکنم و ما رو ببخشید اگر گاهی اون چیزی نبودیم که شما کاملا دوست دارید. زمان بهترین قاضیه و حتما این برنامه هم با گذشت زمان به درستی قضاوت خواهد شد. یک فیلمی رو عرض کردم تهیه کردیم از خیلی از کسانی که در طول این 311 برنامه و این 5 سال مهمان دور همی بودن. فیلم جذابیه. الان بعد از خداحافظی من لطفاً این فیلم رو ببینید. خیلی ممنونم. به امید دیدار در روزهای بهتر. و همه شما رو، همه شما رو، تک تکتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. شب بخیر و خداحافظ. تو دوربین هام به عشق ما تشبیهشون میشه. کار ما عشقه و اونایی که عاشق میشن تو این کار وارد میشن بس خوبی نخواهند داشت. زندگی مادی و معنوی ملت خوب بشه دروغ ریشه کم میشه. هیچ موجود وحشی نیست که در واقع بویی از شفقت نبرده باشد و من بویی از شفقت نبردم. ببخشید چون یک انسانم. کار نمایش، حالا چه تئاتر، چه سینما، چه شوی که شما چیز میکنید، یکی از اصول اولیش نظمه. نظمه و سر وقت بودن. از عقلم کمتر استفاده میکنم و بیشتر از دلم استفاده میکنم. فرهنگ ما برای علم و دانش از همه چی بیشتر ارزش قائل میشه. فیلم نیستش. چون در گذشته فیلم بود و الان متاسفانه فیلم نیست. در اصل مشوق من و عاملی که منو به سمت گریم کشون مرحوم مادرم بود. یک نفر هست به نام چنگیز خان نوشته بود، اسم من نوشته بود به نام چنگیز خان نوشته بود چنگیز خان. این مال جهان سومه و این جهان سومی آبروی همه جهان سومی ها رو خریده و از نمره 100 گرفته 93.
یادی میکنم از پدر و مادر خودم که خدا رحمت کنه همه رفتگان رو. واقعا انسان های نمونه ای بودن که من یک صدم خصلت این عزیزان رو ندارم. ما آدما به دنیا میایم برای چی؟ بعد میمیریم بدون اینکه از خودمون هیچی به یادگار بگذاریم، بدون اینکه اثری در زندگی آدم‌های دیگه بگذاریم. دوست دارم که بتونم اول خودم و بعد تماشاگر رو از کاری که میکنم راضی بکنم. که بنویس راقم این سطور، بعدها حالا میتونی بنویسی صاحب این قلم. کارهای زیادی هم بهم پیشنهاد شد، ولی خب مریضی این خدا خواست بگه فکر نکن خبری، یا خودم دادم خودم هم اگه بخوام میگیرم. توی کارمون از درونمون مایه میذاریم. من تونستم مبارزه کنم و همیشه بگم که به آسیب ها شما نمیتونید منو از مردمم و حرم نفس های اونا و اونچه که به من انرژی میدید همتون و میخوام خدمتگزارتون باشم نمیتونی من از پا بندازی. من از اینکه جدیداً استاد به همه میگن زیاد راضی نیستم و خودم هم استاد نمیدونم. بزرگترین شکست زندگیم احساس شکست میکنم زمانی که میبینم مردم بدون آگاهی قضاوت میکنن. بازیگری بهترین راه برای انجام دادن کارهاییه که شما در زندگی واقعی جرأت انجامش رو ندارین. پدرم به من آموخت و من به بچه هام سعی میکنم بیاموزم اینه که احترام به دیگران بذارم. داستالو لاجو سبه و مدام رو خودشون سرمایه گذاری بکنن. داستالو تراژ نوو و همچنان دنبال یاد گرفتن چیزهای نو باشن. ایدانی کنی کمی نیچین از لو و هیچ وقت به هیچ کسی بدی نکنن. شخصیت یه هنرمند در گروه انتخابشه، یعنی اگر انتخاب خوب بکنه مردم بهش احترام میذارن، اگه انتخابش خوب نباشه قطعا اون احترام دیگه نداره بین مردم. همه ی آدم ها توی زندگیشون یه ناگفته هایی دارن، منم خیلی ناگفته ها دارم، حالا از زمانهای مختلف، یعنی از زمانی که وارد تیم ملی شدم، زمانی که پرسپولیس بازی کردم، خیلی چیزا هست، من نمیدونم کدومشو باید بگم. هیچ چیز خیال انگیزتر از خود واقعیت نیست. چرا نمیپرسین که حالت خوبه؟ یعنی خود شما باید حالت خوب باشه، حالت الان خوبه، این حال خوبه باعث میشه اون کار هم اینجوری بتونه بیاد جلو و بدرخشه. مهمان مامانم رو خیلی دوست دارم، چون از فرهنگ زیبای ایرانی ما که همه به داد همدیگه در هر شرایطی میرسن واقعا حرف میزد. برو سر صحنه بخند، گریه کن، ناراحت باش، اینا یکی دو تا کار که اینطوری گذشت دیدم. نه اصلا من هیچ لذتی از کار نمیبرم، هنگارش دغدغه‌ای هم ندارم، گفتم تعطیل. چیزی که در درون من، اون مرجانی که درون من هستش، مثل که همون چیزیه که شما در کارهای طنز از من میبینید. هیچ وقت دغدغه‌ام معروف شدن نبود. بذار حرفامو بشنون، چون وقتی زیادی بلند میگی اتفاقا حرفاتو نمیشنوم. آره، تمرین کنیم، زندگی کنیم، تجربه زیست داشته باشیم، رنج بکشیم. همچنان که برمیگشتم پرچم ایران رو تکون میدادم، گفتن که اون پرچم رو بنداز، گفتم من ایرانی ام و هیچ موقع این پرچم از دست من نخواهد افتاد. خودم افتادم، اما پرچم همیشه پرچم بودم. شاید خودخواسته نبود، ولی نهایتاً به اینجا منجر شد که من عاشقان شغلم رو انتخاب کردم. بعضی کارا رو خیلی تو ذهن مردم میمونه، اونا رو بیشتر دوست دارم. خدا رحمت کنه امبارتون رو، دستای پینه پس بسته پدرم همیشه جلوی چشم هست. روش. بعد به خاطر همین خیلی سختی کشیدم تا به اینجا برسم. زن قوی هستم، بله، به دلیل اینکه با مسائلی روبرو بودم که اینا رو به آسونی با روحیه‌ای که پیدا کردم و تو این سن تونستم که باهاشون مواجه شم. بزرگترین آرزوم سلامتی و جیب پرپول برای مردم. به نام خداوند جان و خرد، هنرمندان مایه از جان میگیرند و خرد از خردورزی. همون موقع فکر کردم این چه عنصر عجیبیه، چه در حقیقت دستگاه خارق العاده‌ایه و میتونه معجزه کنه و ما رو موندگار کنه. اون موقع هم ستاره‌ای نبود، استار نبود، میدونی؟ یک هنرمند بود که داشت کار میکرد، سعی میکرد هنرمند بشه. اصلا تئاتر کار کردن در اون دوره به آسونی الان نبود. به اندازه سنم زندگی میکنم، به اندازه سنم کار میکنم، به اندازه جیبم هم خرج میکنم. واقعا انتخاب میکنم که سر حال باشم. تفکرم این هستش که من به عنوان ایرانی باید ایرانی بزنم و افتخار میکنم که با یک ساز فرنگی ایرانی میزنم. به اون بلوغی که
دلم میخواد سینما و سینماگرانمون برسن، هنوز نرسیدن. رنسانس هنری بود، یعنی تحول اساسی بله. در زمینه موسیقی من ایجاد شد. تا زمانی که شما روی اون کوه هستی نمیدونید کجا هستی، ولی وقتی ازش دور میشی و از دور نگاهش میکنی تازه به عظمتش پی میبری. مهم ویژگی نقشه، یعنی خیلی سعیم برای اینه که تکرار نشه. نسل ما نسلی بود که واقعا زیر بار حرف زور نمیرفت. دورانیه که شرط بودنمون با هم نبودنه. دوبلور به نظر من تصویرش نباید دیده بشه. نقد برام یه جور دلیل اجتماعی زنده بودنه. میگه که میزان تحصیلات قطعاً هیچ ارتباطی به شعور فرد نداره. به من گفت که آره یه چکی بود که تو میتونستی باشه خونه بخری، من بهت ندادم چون پول خونت بود. چی کار میکنی که 1,000,000 دلار میگیری؟ خب من میگم این سناریو رو بسازین، سرمایه گذار نیست، تهیه کننده کار، این سناریو رو بسازین، این سناریو رو نسازین، این هنرپیشه بازی کنه، این هنرپیشه بازی نکنه، این فیلم بردار باشه، برابطه همین بکنید نکنید 1,000,000 دلار میگیره. یه کارگری که 1,000 تومن 2,000 تومن دستمزد میگیره اومد 200,000 تومن پول داد، گفت من خاک بریز رو من نمیکرد. 10 نفر آدم این کارگرا رو برد، هیچ کدوم نکرد. این تو دنیا ترکی جایی کسی رو تعیین نکرده بودم، خودتون بهتر واقفید، اما حق با اونا بود دیگه، اونا بیان و کارایشون و انرژیشون رو بگونه این نشون بدن. بحران که بگذره دوباره همه چی به حالت عادی برمیگرده و ما میتونیم که دوباره همه اون آرزو و رویاهامون رو داشته باشیم. در مورد درک خودم از موضوع نمیتونم دروغ بگم. کسی خودش رو دیده اگرم ببینه فهم کنه خیلی خوبه، خیلی عالیه، خیلی مهمه. بهتر که راجب خودمون فکر نکنیم. نظر بیجا ممکن نیست محترم باشه. مردم اگه منو دوست دارن به خاطر کارهایی که نکردم، نه به خاطر کارهایی که کردم. این کار زمانی آدم رو خسته میکنه که اون مفهوم واقعی کار درش نباشه. هنر خالص همیشه خودش رو نشون خواهد داد. باید آدم کار کنه، یعنی بله. اگر این کار رو نمیذارن بکنیم خب کار دیگه. انتقاد شنیدن به نظرم سخت ترین کار دنیاست، چون همه کاری که دارن انجام میدن فکر میکنن درسته که انجامش دادن. من خوشحالم که نسل جدید داره میاد. همه چیز مهمه برام، مهمتر نیست، همه چیز یک اندازه فهمت. مهمه. به این استناد میکنم که حتما یه جایی اتفاقی بوده که من ازش خبر ندارم و اینکه حتما آدم بهتری از من دیگه. من واقعا اینجوری به دنیا نگاه میکنم. برای من سینما باید حتما با عواطف انسانی بره. روبرو باشه، کار بکنه. خشونتی که توشه و این همه خشمی که آدم ها به هم دیگه پیدا میکنن، من اصلا دوست ندارم فضای مجازی رو. آنقدری که من رو از راه تو و هدف تو خارج نکنه به من بده، به اندازه ظرفیت من بده. اینکه تو این مسیری که میخوای بری و چقدر توش استقامت داشته باشه و چقدر توش تلاش بکنی، اون خیلی مهمتر از اون آرزو است. من به استمرار اعتقاد دارم. هر کسی میخواد بیاد قدمی سر چشم با اصول آکادمیک با تحصیلات بیاد. ما رفتیم به دنبال عشق، بله. به دنبال این که یک کاری بکنیم مورد تشویق قرار بگیریم. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.